تشکر میکنم از همگان. به نام خداوند سخن را آغاز میکنم. بنده هم اظهار خوشبختی میکنم، به درگاه خداوند سپاسگزاری میکنم از توفیقی که برای حضور در محضر عزیزان در این دارالاسلام بلژیک و بروکسل حاصل آمده است و یاران آشنا رو میبینم با چهره های دوست داشتنی و صمیمی و بر خود میبالم از چنین توفیقی و امیدوارم که این توفیق مستمر باشد. خرمنی در کار نیست، اما خوشه‌ای که ما چیده ایم از خرمن بزرگان با عزیزان در میان میگذاریم و گفتگوی دو جانبه میکنیم و از یکدیگر انشاءالله بهره میبریم و بر دانش یکدیگر میافزاییم و به امید حق برای عمل هم راهنمایی و راهگشایی پیدا میکنیم با اون الله تعالی. عزیزان لاجرم اطلاع دارن که عنوان سخنان من در این سه شبی که در محضرشان هستم عبارت است از آفات و خرافات و در این زمینه باید با شما نکاتی رو در میان بگذارم. دو مطلب نخست که در گفتگوی با دوستان قبل از جلسه و روز قبل پیش آمد آموزنده و گویاست. یکی از عزیزان از من پرسید که خرافات که نقلی ندارد، خرافات رو همه میدونیم چیست، چگونه میتوان در باب خرافات سه جلسه سخن گفت، اون هم با سوال و پاسخ و شرح و بست، مگر اینکه خود ما هم بر اون خرافات دیگری رو بیفزاییم و این حجمی که قبلا انبوه شده انبوه‌تر کنیم. من به اون سوال کننده عرض کردم و انشالله در اینجا هم چنان کوشش خواهم کرد. گفتم بله، ما با خرافات آشناییم و هر کدام از ما هم الان از ما بپرسن هر کدام چندین خرافه به درست یا نادرست در ذهن داریم، از قصه ها، از اسطوره ها، از باورهای غلط، از گفته ها و شنیده ها و زرون مسئله ها و داستان ها و حتی باورهای دینی و غیر دینی و علمی و غیر علمی و فلسفی و غیر فلسفی فراوان در فراوان است و حاجت به عمق کاوی هم نداره، جستجوی سطحی هم میتواند آدمی رو با تعداد نسبتاً زیادی از خرافات آشنا کند، کما اینکه آشنا هستیم. اما اونچه که مهمه تحلیل خرافات است. اولا خرافه بودن به چیست؟ هر چیزی رو، هر باوری رو که احیاناً ما قبول نداریم، نادرست میشماریم یا قومی قبول ندارند و نادرست میشمارند، آیا میتوان خرافه نامید؟ آیا میتوان اون رو از دور عقلانیت بیرون دانست، مهر خرافه بر آن چسباند، یا در این امر احتیاط شرط است؟ و چنان که به عرض عزیزان خواهم رسان، احتیاط شرط است، بسیار هم شرط است. از یک سو باید از خرافه گریخت، باید خرافات رو شناخت، از سوی دیگر هم باید به غایت مراقب بود که مبادا در اینجا ما خطا کنیم و دچار یک خرافه دیگر بشویم. همونطور که به اون دوستمون عرض کردم، این قصه تحلیل خرافات مثل جراحی چشم میمونه. همون مثال معروفی که داریم که برای برداشتن ابرو نبادا که چشم رو کور کنیم، فوق العاده حساس است. مرز میان این دو مرز خیلی ظریفی است. مثال خیلی جالبی که مولانا دارد در ابتدای دفتر دوم میگوید که جوی شیر در کنار جوی خون روان است، با یک مرز ظریف، گر در او پایی زنی بی احتیاط، شیر تو خون می شود از اختلاط. بی احتیاط و بی گدار اگر به آب بزنی و پا در این جوی بگذاری، شیر و خون ممزوج می شوند و شیر پاک نجس می شود. یک چنین وضعیتی است که ما با او روبرو هستیم. چون من گاهی که در باب خرافات سخن گفتم، دیدم که ناگهان پرنده خیال به پرواز در آمده و شنوندگان اوجی گرفتند و تعمیم‌های ناروا دادند و اکستراپولیشن کردند و بسیار فراتر رفتند از اون سرزمینی که خرافات ساکنان اون سرزمینند و برای خودشون بر جمعیت انبوه او
بیشتر افزودند، یعنی غیر خرافات رو هم وارد این دایره کردند و به همین سبب هم قصه هرچه ظریف‌تر است. با همه این احوال مطلقاً نمیتوان از خرافه شناسی دست برداشت، علل خصوص که چنان که نشان خواهم داد ما بسیار گرفتار آنیم و گرفتارتر هم شده ایم. اما نکته دومی که سوال یکی از دوستان بود که اکنون در این جمع حضور ندارند و لاجرم به ما دیر یا زود خواهند پیوست، این بود که از من خواستند که منبعی برای مطالعه و تحقیق در خرافات معرفی کنم. بهشون گفتم این سوال است که جوابش خیلی آسانه، شما به این منابع جمهوری اسلامی مراجعه کنید و این مطالبی که شب و روز بر منابع رو در مجالس و در تلویزیون ها میگن انبوه خرافات، سیل خرافات جاری است. حاجتی ندارد که به کتاب ها و دارت المعارف ها و اسطوره های کهن و نو مراجعه کنید. در اونجا شما یک منبع زخار و فوار از خرافات میبینید. برای تیز شدن اشتهای شما و هم برای مطرح شدن خاطر خطیر خجسته شما فقط یک خرافه نقل میکنم که اخیراً شنیدم روحانی بر منبر میگفت که پیامبر به جنگی میرفتند و جنگ در تابستان بود، 10,000 سرباز همراه ایشان بود، لشکریان خسته و گرسنه، مرکبها، اسبها، شترها همه تشنه، پناه بردن به پیامبر که اگر شما مددی نکنید، کرمی نکنید، همگان راه هلاکت خواهند پیمود. ایشون فرمان دادند که همه لشکریان با مرکبهاشون جمع بشن، همه حیوانات و دواب و بهائم رو هم بیاورن. وقتی که جمع شدن ایشان 10 انگشت خودشون رو مثل 10 شاهلوله آب گرفتن و از اینها آب سرازیر شد و تمام لشکریان خوردند و حیوانات خوردند و سطلها و مشکها رو پر کردند و بعد به راه افتادند برای رفتن به جنگ. حالا عرض کردم از این قبیل شما حتما خودتون شنیدید. یک نوبتم باز روحانی دیگری میگفت که وقتی که ام البنین مادر ابوالفضل رو حامله بود، یک بار هنگام راه رفتن پاش به سنگی گیر کرد و نزدیک بود که بیفته که ابوالفضل از داخل شکم مادر رو نگه داشت و کشید بالا و او رو از افتادن به روی زمین نجات داد. چند تا از این قصه ها شما شنیده باشید خوبه، ما شنیده باشیم خوبه. البته آدمی وقتی که نارو گوش میکنه از یه طرف خب خندش میگیره بی اختیار از این یاوه ها و این خرافه ها، ولی از یک طرف هم سوزشی دارد اینها، یعنی نمیتوان به ظاهر از اینها گذر کرد. به قول اون شاعر گفت خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است از آن میخندم. آدم اگر به اینها بخنده به خاطر اینکه فوق خنده گریه، فوق گریه است، یعنی نمیدونه در مقابل اینها چه کنه. وقتی که اینها رو هم به نام معارف دین، معجزات پیامبر، معجزات ائمه معرفی میکنن و گویا گمان میبرن که از این طریق بر ایمان خلایق میافزایند، اونگاه رنج آدمی صد بار افزونتر میشود. کسانی که ایمان رو، دین رو، دینداری رو در اینجا جستجو میکنن همون عامیانند. دوستان لاجرم اونهایی که پاره ای از نوشته های من رو خوندن استهزار دارن که من در نوشته های خودم آوردم که ما 3 نوع دینداری داریم: دینداری معیشت اندیش، دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش. من اینها رو در هیچ کتابی ندیدم، هیچ جا هم چنین تقسیماتی رو نیافتم، یعنی در این امر عاریت کس نپذیرفتم. آنچه دلم گفت بگو گفتم. از ملاحظه و مطالعه احوال دینداران من به دست آوردم که دست کم ما 3 گونه دینداری داریم و تا اینها رو از هم ترکیک نکنیم در پاره از داوری هامون دچار خطا و مغالطه میشیم. حقیقتش این است که من وقتی که فشارهای زیادی به ما وارد شد و قبل از انتخابات آقای خاتمی من به خارج کشور آمدم و 1 سال در لندن بودم، در جای ساکن بودم، دوست من اونجا دوستی پیدا کردم هم اتاقی که یک جوان بسیار متدین بود و دانشجوی دوره دکتری فیزیک بود
شب و روز نماز میخوند، شب و روز نماز میخوند، هیچ فرصتی رو از دست نمیداد برای اینکه به نمازخانه دانشگاه لندن پناه ببره، اونجا نماز بخونه. در منزل همینطور بود. بعد گاهی مینشست با من بر سر مسائل دینی گفتگو میکرد، حرفهایی میزد که برای من خیلی عجیب بود، ناپذیرفتنی بود، باور نکردنی بود. تعصباتی در یه مسائل خاصی نشون میداد که خلاف انتظار من بود. همین رفتار این دوست عزیز که اکنون نمیدونم در کجای دنیا ساکنه، میدونم که در ایران نیست، این منو خیلی به فکر واداشت که این آقای درس خوانده تحصیل کرده دکتر فیزیک، چنین عابد، زاهد، متعبد، دیندار و مدعی پیروی علی پیامبر، دیگران، این حرفا چیه میزنه؟ چرا این مسائل در کنار هم چگونه جمع میشه؟ سازگاری اینا با هم دیگه چگونه است؟ این انگیزه من بود، این سکوی پرش من بود. از اینجا من به تدریج متوجه شدم که بله، ما دست کم سه گونه دینداری داریم و این دینداری ها باید از هم تفکیک بشه. اگر نشه، ما در داوری در مورد یک جامعه دینی، یک فرد دینی دچار خطا میشیم. باز من خیلی مواجه بودم با سوالاتی که از من میکردن که مثلا جامعه قاجار، دوران قاجار، ناصرالدین شاه دیندارتر بودن مردم از جامعه کنونی و تحت حکومت جمهوری اسلامی یا نبودن. جامعه آمریکا از جامعه ما دیندارترن یا دیندارتر نیستن. اینا سوالات خیلی جدی بود. من به اینا خیلی میاندیشیدم و احساس میکردم که با جوابهای سردستی نمیشه تکلیف رو روشن کرد. اینا بود مجموعاً که من رو به این فکر انداخت. خب شما جامعه دوران قاجار رو فی المثل در کشور خود ما مراجعه کنید و مطالعه کنید، از نظر ظواهر بسیار قوی تر بود از آنچه که امروز در جمهوری اسلامی ایران و در ایران میگذرد. اصلاً کسی جرأت روز خوردن نداشت، نه به خاطر اینکه پلیسی بود که او رو دستگیر میکرد، چنون مورد ملامت مردم قرار میگرفت که باید میرفت خودکشی میکرد. یکی از نویسندگان دوره قاجار نوشته است که اگر کسی در اون دو نفر بودن که اینا به خانهشون از سفر برگشته بودن، ظاهرا دیده شده بود که روزه خوردن، با اینکه مسافر حق روزه خوردن داره. میگفت پدر و مادر اینا رو به خانه راه ندادن، در رو به روی اینها باز نکردن. یا تکیه ها، مسجد ها پر بود، پر بود. ماه رمضان، ماه عاشوره، دست عاشورا، دسته هایی که راه میافتاد و احترامی که مردم به علما میگذاشتن، به در خانه اونها میرفتن، زیارتی که به کربلا میرفتن، به حج میرفتن، با اون همه دشواری ها که اون روزگار داشت که امروز یکی از اونها رو ما نداریم، آیا واقعا میتونیم بگیم اون جامعه دیندارتر بود از جامعه امروز ما؟ و اگر ما به اون دوران برگردیم دیندارتر خواهیم بود و حسرت اون روزگار رو باید بخوریم، یا اونجا چیزهایی کم بود که امروز نمیتوانیم اون نقصانها رو انکار کنیم؟ همه اینا باعث میشه که آدم یه تفکیکهایی بکنه. باری من در اون تفکیکات در اولین لول، اولین سطح و مرتبه دینداری گفتم یک دینداری معیشت اندیش داریم که این دینداری معیشت اندیش حجم عظیم دینداران رو فرا میگیره. یعنی شاید 90% دینداران از این جنسند و در این قبیله و طایفه میگنجند. در سطح بالاتر دینداری معرفت اندیش داریم که حجم کمتری رو فرا میگیرن، شاید 8%. این آمارا البته هیچ جا تحقیق آماری دقیق نشده، ولی گمان و حدس من چنین است. و یک دینداری تجربت اندیش هم داریم که در اون قله هرم می نشیند، 1%-2% در طول تاریخ دینداری بوده. و این تقسیم فقط در دینداری مسلمانان نیست، در یهودیت هم هست، در مسیحیت هم هست و اساساً یک تقسیم تجربی عقلی است. یعنی هم به تجربه شما اینو میتوانید بیابید و ببینید، هم عقلاً بر او میتوانید صحه بگذارید و صحتش رو دریافت کنید. خب این دینداری معیشت اندیش چیه؟ دینداری معیشت اندیش دینداری است که مخلوط با معیشت مردمه و
آدمیان آنچنان به او نظر می کنند که به سایر امور زندگیشون نظر می کنند. اگر بخوایم مثال محترمانه بزنیم، شبیه وطن آدمیان است. ما که در ایران به دنیا اومدیم، ایران رو انتخاب نکردیم، ما در ایران به دنیا آمدیم، لذا به صرف همین حادثه ولادت ما ایرانی شده ایم و این ایرانی بودن ما به یک معنا جبری است، یعنی تعیین و انتخاب و اختیار ما نبوده است و همه ایرانیان البته چنینن. ممکن است یه روزی کسی هوس کند ایرانیت خود رو پس بدهد یا تبع کشور دیگری بشود، اختیار با اوست، ولی این که در ایران به دنیا اومده از پیشانی او پاک نخواهد شد، وطن اوست و این وطن اصلا به یه معنا همه هویت او رو تشکیل میده. یعنی وقتی که در ایران به وجود میاد، زبانش به هر حال فارسی میشه، ادبیاتش فارسی است، سنت ها و پیشینه و تاریخ او تاریخ معینی است، از هیچ کدوم اینا نمیتونه فرار کنه. سیاستی که بر سر او حاکم است، سیاست از پیش تعیین شده است و لزوماً قدرت تغییر اون رو ندارد. هم وطنان و هم فکران خاصی داره که بیشتر با اینها معاشرت میکنه و سر و کار داره، تا مگر برود و جای دیگری دوستان و یاران دیگری پیدا بکنه. ازدواجش معمولاً در همون جاست، شغلش، کاسبیش در همون جاست، دوستانش، دشمنانش در همون وطنن. میبینید دیگه، در واقع یک شبکه بزرگی تشکیل می شود که با همین که شما زاده می شوید در یک مکان و وطن خاصی، همه اینها در کنار شما ناخواسته قرار می گیرند و معیشت شما رو شکل می بخشند. یکی از اون چیزهایی که در وطن شما به سراغ شما میاد جبران و بی اختیار دین شماست، همین دین معیشت اندیش. یعنی شما در هر جا که به دنیا میاد، ناچار، بی اختیار، ناخواسته یا خواسته، دین اون دیار رو بر میگذینید. مثل ایرانی بودنتون و مثل بسیاری چیزهای دیگر، دینتون هم وطنتون میشود، ساکن اون دین میشوید، از طریق اون دین یه زبانی پیدا میکنید، زبانی که غیر دینداران اون رو چندان درک نمیکنن. دوستانی پیدا میکنید در آن دین، دشمنانی پیدا میکنید، خودی ها میشوند، ناخودی ها پیدا میشوند و بسی چیزهای دیگه. حلالی دارید، حرامی دارید، پاک دارید، نجس دارید، خوردنی ها، ناخوردنی ها و امثال اینها، اینا مجموعه زندگی شما رو تشکیل میدن، زندگی آدمی رو. گاهی هم ما به اهمیت اینا واقف نیستیم. این دینداری معیشت اندیش به او میگیم. مهمترین مشخصش اینه که اولا ارثی و جبری و وطنی و جغرافیایی است. این سخنی هم نیست که من بگم، واقعا نکته است که در نوشته های غزالی شما پیدا میکنید. وقتی که دچار تردیدهای فکری خیلی عظیمی شد، به قول مولانا در روح او طوفان های مثل نوح وزید، یکی از سوالاتی که با خودش مطرح کرد و در آثارش آورده این است که من مسلمان به دنیا آمدم، من اگر در یک سرزمین مسیحی به دنیا آمده بودم، اکنون مسیحی بودم و در مسیحیت خودم چون و چرا نمی کردم، دنباله اش رو می گرفتم، سعادت و فلاح خودم رو در اون می دانستم، پیامبرم کسی دیگری بود، خدای من مشخصات دیگری داشت، الی آخر. برای اون دینم تعصب می ورزیدم، دوست و دشمن و کافر و مؤمن داشتم، اکنون هم که مسلمانم چنین است. بعد گریبان خود رو میگیرد که خب این مقدار که کافی نیست، این مال معیشت اندیشان است به تعبیر من، که هیچ وقت چون و چرا نمی کنند. سؤال از دیانت خود، از وطن خود، از سنت خود، از تاریخ خود نمی کنند، همه رو مفروض و مفروغ عنه میگیرند. یعنی که انهو این طبیعی ترین حالتی است که برای اونها پیش آمده، بهتر از این و متفاوت از آن چیزی یافت نمی شود. خداوند ما رو در یک دین برگزیده خیشتن و در یک موقعیت فوق العاده مطلوب به دنیا آورده است، علل خصوص اگر کسانی قائل به چی باشند؟ به قوم برگزیده، همونطور که یهودیان بودند، همونطور که بعدن مسلمان ها هم شیعه ها هم به همین فکر را افتادند و خودشون رو قوم برگزیده دانستند. ما از میان همه جهانیان و همه آمدگان و نیامدن تاریخ، ما برگزیده و برکشیده خداوندیم
لاجرم چیزی بوده که ما رو اینقدر دوست داشته و چنین آفریده، اسلام رو برای ما فرستاده و دیگران برن خاکی به سر خودشون بکنن، ما که تکلیفمون روشن است و بهشت خاص لاجرم از آن ما خواهد. خب این البته دیگران هم میگن این تعبیر امت مرحومه که ما به کار میبریم در ادبیاتمون عین همون تعبیری است که لوتر در مورد پروتستان ها به کار میبرد، جاستیفاید، جاستیفیکیشن، امت مرحومه، یعنی رحمت الهی بر ما جاری است. مثلا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب ببین این وصف حال و زبان حال ما فقط نیست، همه ادیان میگن خدا رو شکر میکنیم که ما رو هدایت کرد و اگر او نکرده بود ما گمراه بودیم. خب این دین معیشت اندیشه، این که عرض میکنم اولین صفتش اینه که ارثیه، جبریه، یعنی به اختیار ما او رو به دست نیاورده ایم. صفت سومش اینه که چون و چرا ناپذیر است، یعنی عموم مردمی که واجد این نوع دینداری هستن در دینداریشون چون و چرا نمی کنن، سوال نمی کنن، تحقیق نمی کنن، مسلم می گیرند که همین است که هست و خداوند هم از اونها راضی است و عاقبتشون هم خیر خواهد بود. چهارمین وصفش این است که روحانی داره، این خیلی خیلی مهمه. روحانیت، روحانیان از آن دینداری معیشت اندیشن. چرا؟ برای اینکه دینداری معیشت اندیش یک وصف دیگرش این است که دینداری تقلیدی است نه دینداری تحقیقی، و چون دینداری تقلیدی است روحانیان کسانی هستند که مرجع فکری و دینی معیشت اندیشان قرار می گیرن. خودشون مردم مراجعه به کتاب و سنت نمی کنن. خودشون اصلا اهل تحقیق نیستن. علل عموم هم دانشی که بتوانند به منابع اصلی مراجعه کنن ندارن. وابسته به روحانیان هم. هم از نظر عملی هم از نظر فکری. همه چیز رو از اونا می پرسن. نگاه به دست اونها می کنن. پیروی می کنن. تقلید می کنن. و سوالهایی کهشون میره خمس میده بگه آقا هرگز نمیپرسه که شما با این پولا چه کار میکنید، بهترین راه مصرف کردن اینها چیست. میگه هرچه آقا صلاح میدونه همان است، خودش لابد میدانه و من حق پرسیدن ندارم. روحانیون اصلا مریدان و تابعان خودشون رو همینطور بار میارن، یعنی اساسا به اونا آموزش صریح و غیر صریح میدن که با ما سوال، از ما سوال نکنید، با ما چون و چرا نکنید. شما دیدید دیگه منابری، مجالسی که در مساجد و مجالس برگزار میشه اینا مراسمی است که برگزار میشود، جلسه گفتگو و انتقاد و کلاس و آموزش و سوال اینها نیست، اصلا یه مراسمی باید برگزار بشه، یعنی یه کسی بیاد و یک درست مثل جلسات انترتینمنت مثلا سرگرمی، یه کسی میاد یه کاری میکنه، اونجا هم همینطوره. یه کسی مجالس ختم بهترین نمونشه، مجالس ختم مثلا قراره که قرآن خونده بشه، یه قهوه چایی خورده بشه، یه نفرم یه نیم ساعتی یک ساعتی سخن بگه، تشکری بکنه از حاضران که آمدند و تسلیت به صاحبان عزا گفتند و بعدم روزه‌ای و بعد یا اللهی و بیاد پایین دیگه از منبر. اصلا به خاطر احدی خطور نمی کنه که من برم و از این آقای سوال دینی بکنم، یک سوال تحقیقی بکنم، یک مطلب کلامی فلسفی رو برای من روشن بکنه، آدرس یه حدیثی رو بده، تفسیر یه آیه، اصلا و ابدا. و همون آقا هم که میره منبر اصلا آمادگی برای چیزا نداره، در همون راه که میاد اولا اسم میپرسه، خب اسم اون میت چیه، اون در گذشته اون افراد اینا، یه چیزایی هم از این سو و اون سو فلحال سرهم میکنه و مجلس اداره میشه دیگه، هم راضی هن اتفاقا، چه اونایی که اومدن چه اونایی که ایشون رو دعوت کردن، با طیب خاطرم بالاخره چیزی میپردازند. این میشه چی؟ یک مراسم تقلیدی سنتی بدون پرسش و پاسخ که متکی به روحانیت است. اصلا جالب اینه در دین، این رو من همیشه گفتم، و در اسلام، یعنی نه در دین، نه در یهودیت و مسیحیت، این فرق داره. یهودیت و مسیحیت بسیاری از آدابشون وابسته به روحانیون است، یعنی یک روحانی باید حضور داشته باشه. شما اگر یک مسیحی باشید، مرد یا زن، بخواید ازدواج کنید، فقط یک کشیش میتونه این علقه، این پیوند زوجیت رو برقرار کنه، خود شما نمیتونید.
اون میاد در وسط. شما در کلیسا، در یهودیت هم همینطوره، میگه که آی دیکلیر یو من اند وایف، من اکنون شما رو زوج و زوجه کردم و این پیوند همسری رو برقرار کردم. جای دیگه ای نمیشه. البته اگر شما به کلیساها کاتولیک اون عشریه رو به اصطلاح نپردازید، شما رو اخراج میکنن از کلیسا، میگن برو حلال یا حرام هر تو دلت خواست ازدواج کن، ولی ما دیگه کشیشمون رو در اختیار شما قرار نمیدهیم برای تزویج. باری و در عبادات همینطور، ولی در اسلام شما همطور که میدونید هیچ عبادتی، هیچ آیینی ما نداریم که برای اجرای اون عبادت و آیین حضور یک روحانی واجب باشه. اصلا یک دونه هم نیست. اما این که در میان عوام این جاری شده است دیگه، حتما پیش نماز باید روحانی باشه، حتما اونی که برای کفن و دفن میاد باید روحانی باشه، حتما اونی که میخواد مسائل شرعی رو به شما بیاموزه باید روحانی باشه، حتما برای ازدواج مثلا دیدین دیگه روحانی. برای چی؟ هیچ دلیلی نداره. من یه بار یکی از دانشجویان من از من دعوت کرد، حالا حرفم تو حرف میاد، که برای ازدواج این رفتیم منزلشو با یه دختر خانم دانشجو، اینا با هم آشنا بودن، به هر حال پدر و مادر دختر اینا پسر اینا هم حاضر بودن، تعدادی از دوستان دانشجوش هم حاضر بودند. و خب ما به صیغه های خیلی ساده دیگه، همونطوری که در اصل بوده دیگه، که زمان پیامبر و اینها، بالاخره گفتیم که چنین است و چنان است و شما هم زن و شوهر شدید، خدا حافظ. بعد من دیدم این پدر این دختر اصلا یه جوری به من نگاه میکنه، دیدم اصلا دلش راضی نشده. برگشت به من گفت یعنی تموم شد؟ یعنی این دختر ما همسر این آقا شد؟ گفتم بله واقعا همین است و حلال شد و همسر شد و اینا. این میخواست اون آداب و رسومی که روحانیون میان، یک عالم آیات میخونن، روایات میخونن، عربی میخونن، غلط میخونن، درست میخونن، همه اینا و یک بخوری میدمن، یک فضای خیلی مهیبی محوات‌آمیزی فدید میآورن که شخص فکر میکنه داره یک اتفاق عظیمی در عالم طبیعت رخ میدهد که این دو رفت میخواست در شوهر بشه، در حالی که حتی لازم به وجود منم نبود. خود اون دختر پسر میتونستن، اصلش همینه دیگه. این خانم میگه من به همسری شما در اومدم، آقا پسرم میگه پذیرفتم، تموم شد رفت. اگه چیزی دیگری است شما به من بگید. همینه رضایت دو. حالا تازه بعضی از فقهای ما میگن حتی اینم لازم نیست، رضایت دو طرف کافی است. همین که به هم بفهمونن که اینا راضی ان از این ازدواج، that's it، تمام میشه. حالا از این قصه بگذریم. این هم یکی دیگه از شؤون دینداری معیشت اندیش است. 10-12 تا از این شؤون داره، من اینها رو نوشتم. یکیش رو که از قضا من ننوشتم و حالا امروز میخوام عرض کنم، یعنی تازگی ها به ذهنم رسیده، همین خرافه اندیشی. دینداری معیشت اندیش یکی از مشخصاتش آمیخته و آلوده بودن به خرافات، اصلا از خرافات تقضیه میکنه. یعنی چه اون روحانیونی که متکا و مرجعند خرافه می آموزانند و چه این پیروان و مریدان دنبال خرافه آموختنند و از اونها همین رو دوست دارند و فرا می گیرند. به همین دلیل هم چون تجربه من است، در میان عامیان از خرافات و خرافه پیرایی سخن گفتن بسیار سخته، چون گویی که شما با دین اینها در افتادید. این تجربه رو شاید شما نداشته باشید، من داشتم. وقتی که اعلام میکنید، توضیح میدهید که فلان چیز خرافی است، فلان چیز خرافی است، کم کم شما آثار انکار رو در چهره ها میبینید و بعدن هم سوالات سخت آغاز میشود. یعنی شما گویی دارید دین اینها رو که مثل جانشون از تنشون میکنید، یک نوع درد جان دادن در اینها شما ملاحظه میکنید. فوق العاده این قصه که گفتم ظریفه و دردناکه. این تولد تازه، بیرون آمدن از یک دین معیشت اندیش خرافه اندیش و وارد شدن به یک حیطه معرفت اندیش. با معرفت اندیشان در این باب سخن گفتن بسیار آسانه. اصلا دین معرفت اندیش دین ارثی نیست، دین جبری نیست، دین تقلیدی نیست، دین روحانیت دار نیست، دین خرافه اندیش نیست. همه اینها رو پشت سر نهاده و از طریق تحقیق عقلانی دینی رو برای خودش هرچه که هست اختیار کرده و لذا خوشنود خواهد شد اگر شما به او بگویید و حالی کنید که
فلان بخش از باورهای تو خرافی است و باید دور بریزی، باید به زبالدان تاریخ بیفکنی، بسیار هم از شما سپاسگزار خواهد شد. ولی این خیلی فرق داره با اون دینداری معیشت اندیش که اصلا یه بنایی ساختن که دو تا خشت و سه تا خشت سالم داره، بقیهش همه این پوشالایی است که به نام باورهای دینی کنار هم انباشتن و به ظاهر یک بنای رفیعی رو بالا بردن و اون خانه شون شده، در اون زندگی میکنن و کسی که بخواد اونها رو از این خانه بیرون بیاره یا خوابشون رو براشوبد و به اونها بگوید که این خانه استحکام ندارد، بر باطلاق بنا شده است، فرو ریختنی است، با او در می آویزند. داستانی داره مولانا در دفتر سوم، داستان اهل سبا، همون سبا یعنی یمن امروز به اصطلاح، که خب پیامبرانی در آنجا رفتن، اون سد مشهور معرب در آنجا بود که ویران شد و در قرآن هم هست که ارسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی اکل خمط و اصل و شیء من سدر قلیل. سیلی آمد و اون باغستان ها و نخلزار های اونها بدل به ویرانه ها شد. باری مولانا قصه اینها رو میگه که پیامبران آمدند، دیالوگ بسیار عالی بین قوم سبا و پیامبران برقرار میکنه. دیالوگ ها همه از آن مولاناست، فوق العاده است اون دیالوگ ها، باید خودتون بخوانید. در یکی از این گفتگوها خب این افراد دیدن که نه، پیغمبران خیلی جدی دارن به اینا میگن که شما دست از این عاداتتون، آدابتون، اعتقاداتتون باید بردارید و به طرف ما بیاید و محصول تجربه های ما رو بپذیرید. یکی از نکاتی که گفتند، یعنی مولانا میگوید که گفتند، که در واقع بیان خود اون مرد بزرگ، میگوید که به پیغمبران گفتند شما چی میگید؟ ما تا حالا خوش بودیم و در اثر آمدن شما ما مرغ مرگندیش شدیم. شما مرگندیشی رو به ما یاد دادید، به ما گفتید که دنبال، یعنی به فکر عاقبت زندگی و آخرت باشید. ما اهل قفلت بودیم. و این نکته رو آوردند که مناسب حال ماست، به پیامبران گفتن ما به لهو و لاغ فربه گشته. دقیقا این رو میخوام، لهو و لاغ، لاغ یعنی شوخی، حرفای یاوه، حرفای خرافه، حرفای بی اصل و بی اساس. گفتن ما با این حرفا فربه شدیم، غذای ما اینا بوده، شما اومدی غذاها رو از ما میخوای بگیرید، ما دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، خوراک ما رو دارید از ما میستانید. این دقیقا قصه دینداری معیشت اندیش است. کسانی که با لهو و لاغ، یعنی با خرافه فربه شدن، از بس خوردن چاق شدن، همه نیرومندی و توان خودشون رو هم مدیون و محصول او میدونن، لذا با شما در میآویزند، یعنی از شما نمیپذیرند که خوراک سالیان اونها رو از اونها بستانید. شما چند نفر دیدید همین آقایون که بر منابر اینجور حکایات ناسواب و یاورو میگن؟ خب مشتریان دارن دیگه، مشتریان بسیار دارن، خریدار دارن و علاوه بر این که خودشون هم باور دارن. یه وقتی مرحوم آقای مطهری میگفتن که روحانیت ما عوام زده است. من یه وقتی در یکی از سخنرانیام گفتم نه، روحانیت ما عوام زده نیست، عوامه، اینا خودشون عوامن. چی عوام زدن؟ این آقایی که بالای منبر این یاوه ها رو میگه، این عوامه، این که عوام زده نیست. عوام زده یعنی کسی که گرفتار عوام شده، اتفاقا عوام گرفتار اینا شدن. یعنی اگر حرف درست به مردم یاد میدادن، البته پایگاه خودشون از دست میدادن. اینا رو میگم تا بعدن در تعریف خرافه از اینا استفاده کنم، ولی اینجا یک به اصطلاح رابطه دیالکتیکی وجود داره، دو طرف به هم میفروشند و از هم میخرن و یکدیگر رو تقویت میکنن و یک سنت، واقعا سنت شومی رو ادامه میدهند که هر روز هم میتواند فر بهتر بشود. یه باری از یه آقایی میشنیدم میگفت که بهشت 8 تا در داره، از این 8 تا در 3 تا درش به قم وا میشه و بعد خودش میگفت که این بسیار مهمه، چون اگر بهشت 8000 در داشت، 3 تا در مهم نبود، ولی از 8 در
سه تا در به قم وا میشه و نگفت درهای جهنم چند تاش به اونجا وا میشه، فقط درهای بهشت. و همین آقا یه بار دیگه ای میگفت که در روایات داریم که در زمان ظهور حضرت امام زمان زمینهای کوفه و زمینهای قم خیلی گرون خواهند شد، بشه تابید و الان خونه بخرید اینجا. من تو دلم گفتم حتما این جائل این قصه ها قومی بوده و زمیندار بوده و حتما همینه دیگه. ببینید و اینها گفته می شود و اینها خریدار داره. من یک بار نقل کردم، من مادرم و خالم و مادر بزرگم خدا رحمت کنه همه شده، اینا در قم در قبرستان علی ابن جعفر مدفونن. دوستان اگر قم رفته باشن در قدیم، الان مثل که سر قم افتاده. به هر حال علتش این بود که یک بار اینا شنیده بود در یک روحانی در قم بر منبر گفته بود که روز قیامت که میشه قبرستان علی ابن جعفر رو بدون سوال و جواب بر میدارن، آکبند دست نخورده میذارن تو بهشت. و اینها اینو شنیده بودن، رفتن اونجا سه تا قبر خریدن و هر سه هم بعدن در اونجا مدفون شدن. حتما اون روایت رو هم یکی از همون قبر فروشا و اینا درست کرده بود و به این آخوند یاد داده بود و اینم بالای منبر میگو و میبینید که مشتری داشت. و امثال اینها بسیار بسیار زیاده، یعنی یکی دوتا نیست اگه آدم بخواد بشمره از این ستاره های آسمان افزون تره. البته شما فکر نکنید فقط در اسلام، در مسیحیت هم اثری بود، همه اینجا هست و من بعدا خواهم گفت که بیرون از دایره ادیان هم وجود داره. اما من شخصا به خرافات دینی بیشتر توجه دارم، به خاطر اینکه یکی از پایه های اصلی اصلاح دینی زدودن خرافات است، پیراستن خرافات است. یعنی علاوه بر آراستن ما پیراستن هم داریم و باید اون رو هم اجرا کنیم، چیزهایی رو وجین کنیم، شاخه های فاسد رو ببریم. به قول مولانا باغبانم شاخ تر میپرورم، شاخه های خشک را هم میبرم. این هر دوتا کار رو باید با یکدیگر انجام داد. و در جامعه دینی که دینداری معیشت اندیش داره، که تقضیه از خرافات کرده و به لهو و لاغ فربه شده، در افتادن با این خرافات دشوارترین دشواری هاست. برای اینکه در افتادن با اونها، در افتادن با منبع خرافات، با پایگاهشونه، با تکیهگاهشونه که همون روحانیت سنتی باشه، همه اینها به جنگ شما خواهند آمد. چون اکثر معلومات اینها همین خرافات است. اکثر معلوماتشون، این که من به شما عرض میکنم، گزاف نمیگم، مبالغه نمیکنم، اکثر معلوماتشون از جنس این خرافات بیپایه یاوه هاییست که اینجا و اونجا نوشته شده. یکی میگه آه ایشون از یک کتابی مطلب رو نقل میکرد، گفتم آخه اون کتاب رو هم یک یاوگوی مثل خود او نوشته، اون که اسمش مرجع نیست، اسمش منبع نیست، اونم همین یاوه ها رو جمع آوری کرده. یکی از دوستان من یه وقتی من کتاب بحار الانوار رو گفته بودم، کتاب بخار الانوار گفته بودم که این کتاب 90% آبه 90% بخاره، به قول اون ضرب المثل فارسی که میگفت امان از دوغ لیلی، ماستش کم بود و آبش خیلی. اونجا هم همینطور. یکی از دوستان من گله کرده بود که چرا این رو گفتی. من البته شخصیت مرحوم علامه مجلسی شخصیت محترمی است، مرد عالم و محققی بوده، این کتاب رو هم برای جمع آوری خرافات ننوشته، برای جمع آوری نوشته از اونچه که موجود بوده به نام دین، به نام اسلام و به نام تشیع. ولی دریغا که در عمل چنین از آب در آمده است. یکی از علمای افغان به نام آیت الله محسنی که گمانم هنوزم در قید حیات است، ایشان برداشته و تمام بحار الانوار رو خلاصه کرده. خلاصه نه به معنای خلاصه، یعنی تمام روایات درستش رو از نظر خودش بیرون کشیده و روایات نامعتبر و ناصحیح رو کنار گذاشته. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ از این 110 جلد بحار الانوار 3 جلد باقی مونده، 3 جلد باقی مونده، بقیه همه رو کنار گذاشته. این آقای آیت الله محسنی یک شیعه خیلی غلیظ هم هست، یعنی روشن فکر دینی نیست که شما او رو مورد اتهام قرار بدید و بگید که این اندیشه های غرب زده مدرنیته سکولاریته افریته فلان وارد ذهن او شده بوده. نه، خیلی هم آخوند سنتی، اما با همون موازین سنتی 110 جلد کتاب شده 3 جلد. اگر یه گام دیگه یه کسی برداره، این 3 جلد هم چی میشه؟ میشه 1 جلد. مثلا
گفت صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه، به دو جام دیگر آشفته شود دستارش. ببینید این سرنوشت ما این بوده، یعنی متاسفانه روایاتی که برای ما باقی مونده، تواریخی که باقی مونده، اینا اگر یک غربال شدید نشود، یک غربالی که زلزله در ارکان اونها بیفکند، آش همین آش خواهد بود و کاسه همین کاسه و منبع ما تا وقتی که این کتابهای تنقیح ناشده یا غربال ناشده است، خرافات الا ماشاءالله زاده خواهد شد. بعدم خرافه خرافه افزاست، یعنی یک کسی یکی رو میشنوه، یک کلاغ چل کلاغش میکنه، یه چند تا خودش روش میگذاره. اون دیگری هم یک اصطلاحی بود و از مداها داشتن در کشور ما، اینا که اهل مطالعه نیستن. اصلا بزرگترین خرافه پراکنان همین مداهای ما هستن، این روزه های دروغینی که میخونن برای سوزوندن جگر شیعیان و برای اشک گرفتن از اونها. اینا یک اصطلاحی داشتن برای اینکه به ظاهر وانمود کنن که از منبعی نقل میکنن و سخنشون مستنده، از اون طرف هم که خب کتابی ندیده بودن، مطلبی نبود، میگفتن این رو من از لسان الذاکرین نقل میکنم. از لسان الذاکرین از یک مداح یاوه‌گوی دیگه، اون گفته منم از اون نقل میکنم، اونم از یک لسان الذاکرین دیگری. مشهوره، میگن مرحوم فروزانفر یه بار از سعید نفیسی پرسید که این مطالبی که شما میگید، این اشعاری که میخونید مثلا از سعدی یا مولوی، در کدام نسخه است؟ گفت در نسخه خاطر شریف. بسیاری از اینها در نسخه خاطر شریفه، یعنی از خودشون همینطوری میسازند و میگن. یک روحانیسم الان اسم میارم ازش مخصوصا برای اینکه کر و فری داره در ایران، و اخیرا هم که یه جور آمارگیری کرده بودن، خیلی از جوانها گفته بودن که در اندیشه دینی پیرو هستن، به نام عاشق حسین انصاریان که روزخانیست. این البته در حد روزخانیست، هیچ چیزی بیش از این هم نیست، اما در روزخانی هم اینا متاسفانه انصاف رو، وجدان رو، اعتقاد رو، باور رو، صداقت رو دخالت نمیدن. میگفت که یکی از دوستان من که فلسفه خوانده هم هست، اکنون در کانادا زندگی میکنه و مرد معتمد و مطمئن نیست، برای من نقل میکرد. میگفت که یک بار پای منبر ایشون بودم، نقل میکرد، میگفت که اون 313 نفر یاوران امام زمان که وقتی که ایشان ظهور میکنه بیشترشون ایرانی هست. میگفت بعد از منبر جلسه نسبتاً خصوصی تر شد و ایشون در اتاقی رفت و دیگران در کنارشون، و لابد تا وقت نهار بشه، شام بشه. میگفت من رفتم پیش این آقا و گفتم که چون این شخص دایرة المعارف نویسه، اینی که عرض میکنم، خیلی دنبال سنده، و از ایشون پرسیدم که سند این، خیلی روایت جالبی بود شما گفتید که بیشتر یاران امام زمان از ایرانن، این سندش کجاست؟ گفت یک نگاهی به من کرد، گفت احمد آقا ما دیگه این مقدار اجازه تصرف داریم در امور. صریحا گفت خودم درآوردم، همونجا بالا منبر، اینا اینو از خودم درآوردم. این آقا که امروز جزء فکر سازان در جمهوری اسلامی است، اون و چند نفر دیگه، یا پناهیان و رحیم‌پور ازغدی و اینا، خرافه پراکنان قوم ما هستند و متاسفانه امروز در صدر قرار گرفتند در جامعه ما توسط حکومت ما. اگر این حکومت نبود، کسی اینها رو به پشیزی نمی خرید، در پایین ترین و سافل ترین منزلت های اجتماعی قرار داشتن، ولی اکنون بر صدر نشستن و قدر می بینن. ای کاش می رفتن حق این مسند رو ادا می کردن، چهار تا کلمه حرف حساب یاد می گرفتن، به مردم تحویل می دادن. غزالی خدا رحمتش کنه، این مرد خدا ترس بود، خدا ترس بود. آدم نمیتونه کتاب این رو بخواند و وقتی برمیخیزه در خودش احساس خوف و خشیت نکنه، ولو موقتا. یه بخش مهمی از کتاب احیاء العلومش در باب شغل هاست، مثلا که مرد جامعه شناسیست، چگونه شغل های مختلف تو جامعه پیدا میشه، تقسیم کار چگونه آغاز میشود. دوستانی که اهل این فنون هستن مراجعه کنن، قدر سخنان رو میدونن. در حدود 950 سال پیش، هنوز جامعه شناسی جدید اصلا وجود نداشت. باری اینکه از ابتدا شغل‌های مثل کشاورزی غیره اینا، بعدش چگونه حکومت پدید میاد، چجوری تجارت پدید میاد، چگونه چنین. بعد یه بحث خیلی جالبی رو باز میکنه، میگه در جوامع چگونه گدایی پیش میاد. حالا که ما گفتیم این همه شغل‌ها به این شیوه‌ها و با این نیازهای مختلف
ساخته میشوند و پدید میان، گدایی چجوری پدید میاد؟ خودش میگه 2000 نوع گدایی وجود داره. 2000 نوع، این عدد رو به کار میبره. به گمان من حسابی اینا رو پیموده بود و آزموده بود. یکی از انواع گداییش اینه، خودش نوشته باشه، این آخوندهایی که بالای منبر به کسی چیزی نمی آموزند اما دست مزد میگیرند، شغلشون گداییست. عیناً این تعبیر رو به کار میبره و بسیار سخن حقیست، بسیار سخن حقیست. میگه اینها علاوه بر گدایی کلاهبرداری هم میکنن، برای اینکه به دروغ به مردم وانمود میکنن که چیزی به اونها میدهند و در ازایش چیزی میستانند. یه گدای ساده خب همچین ادعایی نداره دیگه، سر گذر ایستاده و مردم به او کمکی میکنن. ولی یه کسی که به شما وانمود میکنه، این رو تدلیس در معامله میگن، بیع قراری مینامند به قول فقیهان، تدلیس است، یعنی کلاهبرداری است، یعنی تقلب است که من چیزی رو به شما تحویل بدم، یه جعبه رو بگم پر جواهره اما خالی باشه و در ازای او از شما قیمت گزافی رو بستانم، این گدایی همراه با کلاهبرداری. ما گرفتار شدیم، گرفتار شدیم. اگر این خرافه ها نبود، به هر حال شاید وضع ما بهتر بود، یا اگر اجازه به خرافه پیرایان میدادند که خرافه پیرایی و خرافه زدایی بکنند، باز ما بهتر می توانستیم جامعه خودمون رو اداره کنیم. باورهای خرافی شما نمیدونید چه تأثیرات خیلی زشتی در جامعه داره. خب اینا که من گفتم یه مقدماتی بود، ما سخن زیاد داریم که بگیم، اما این مقدمه هم درد دل بود، هم اشاره بود به اهمیت بحث از خرافات. یعنی کافی نیست که آدمی بگوید که بله خرافه هست و نه خرافه هست، خیلی گسترده تر و انبوه تر و عمیق تر از آن است که ما فکر کنیم. یه نکته دیگری که میخواستم بگم و اشاره هم کردم اینه که تا ما میگیم خرافه، خیلی ها ذهنشون به طرف دین میره. البته این درسته، دین یا ادیان به طور کلی منبع خرافه پروری هستند، این شکی نیست، نه اینکه فقط منبع خرافه پروری هستند، اما یک سرزمین حاصل خیزی برای رشد خرافه ها هستند. چرا؟ یکیش به دلیل اینکه با غیب، با ماورای عالم، با ملکوت، با جهان نادیده سر و کار دارن. خب درباره اونها خیلی میشه داستان سرایی کرد، خیلی افسانه سرایی میتوان کرد، چیزی که نه کسی دیده، نه رفته، نه اومده. همینطور میشه بافندگی کرد و افراد ساده لوح زود باوری رو هم پیدا کرد و این متاع باطل رو به اونها فروخت. این کار خیلی شدنیست. از یه طرف دین یکی از ارکانش ایمان به غیبه، همه ما میدونیم یؤمنون بالغیب، و قطعا غیب رو کنار نمیتوان نهاد. بالاخره ایمان آخرت غیب است، خداوند غیب است، نادیدنی است، ملکوت، ملائک، حالا شما فرض کنید جن، ملک، اینا رو هم حالا شاید بعدن بحثشو بکنیم که اینا مگر واقعیت داشته باشن، اینا هم نامرئی هن، اینا نادیدنی هن، اینا متعلق به عالم غیب هن. آینده تاریخ که بعضن در روایات یا قرآن آمده است، آخرت، بهشت، جهنم، روح مثلا و بسیاری از این چیزها، اگر ما اینها رو راست بدانیم و باور کنیم، اینا از جنس مغیبات هن، امور غیبی هن. اینا نمیشه رها کرد، یعنی دینداری نمیتواند از اینها دست بکشه. در کنار اینا معجزات، معجزات اگر باور کنیم که معجزاتی وجود داشته، که دینداران نوعاً باور دارن به معجزات، همه ادیان چنینن، خب این معجزات هم ظاهراً با یه نیروهای ماوراء طبیعی، غیبی، فراقانونی، فراعلمی صورت میگیرند، نیروهایی که یا پیامبران داشتند و خودشون اعمال قدرت نفسانی میکردند، تصرفی در عالم خارج میکردن، یا به کمک اونها نیروهای میامد. از من الان در مقام بیان مکانیزم اینها نیستم، اما به هر حال اعتقاد به معجزات جزو اعتقادات دینی است. من همینجا یه نکته رو در پرانتز عرض کنم، قبلا هم شاید براتون گفته بودم، یک فرق قرآن با انجیل در این است که در قرآن پیامبر هیچ معجزه ای از خودش ذکر نکرده است. شما اگر انجیل رو بخوانید قدم از قدم بر نمی دارید مگر اینکه یک معجزه از عیسی در اونجا ذکر شده. در اینجا رفتیم ایشون یک سرعی رو نجات داد، اونجا رفتیم یک مرده رو زنده کرد،
اونجا رفتیم، تعداد 5000 نفر گرسنه رو با 5 گرد نان سیر کرد. اونجا رفتیم یک دیوانه رو شفا داد. اونجا چنین، اونجا چه پر است، روی آب راه رفت، روی چنین. و در قرآن یک دونه معجزه برای پیامبر اسلام اینجوری ذکر نشده است. مطلقا تمام این معجزاتی که برای پیامبر اسلام و برای ائمه به طریق اولا ذکر شده همه از جنس روایات هست. روایات بحرالانواری باید بگردیم تو اینا آیا یکی دو تا سالم و معتبر پیدا بکنیم یا نکنیم. اصل معجزه، امکان معجزه جزء اعتقادات دینی است. اصل امکان معجزه. اما اینکه فلان معجزه خاص رخ داده است یا نداده است همیشه قابل مناقشه است. و اکثر اونها که نقل شده 99% قابل مناقشه است و بلکه قطعا مردود است. و لذا ببینید اسلام دین معجزاتی نبوده از اول. و این نکته مهمی است. پیامبر اسلام چند جا در قرآن داریم وقتی از ایشان اومدن گفتن که برای ما معجزه کن، قصری بساز، ملائکه رو به ما نشون بده، چنین چنان تو سوره فرقان فراوان است. ایشون چه گفت؟ گفت سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. گفت اینا چی از من میخوان؟ مگه من غیر از اینه که یک بشرم، یه بشر رسول، یعنی مأموریت دار، همین، من یه انسانم، به من یه مأموریت هایی دادن. من که نیومدم اینجا تئاتر بازی بکنم، نیومدم اینجا شعبده و جادوگری بکنم، هرچی شما از من میخواد به شما نشون بدم، این دنیا رو وارونه بکنم، انترتینمنت و سرگرمی برای شما وجود داره. اینا کار ما نیست، کار انبیا هم نبوده. حالا در مورد پیامبر اسلام قطعا همینطور است. لذا یادم بازی که از همین یاوه‌گویان که اسمشو بردم در سخنان خودش لابد برای تقویت ایمان مؤمنین میگفت که آمدن پیش پیامبر و گفتن آقا ما به شما ایمان نمی آوریم مگر اینکه اون درخت رو از جاش حرکت بدید. یعنی اول پیامبر گفت خب چیکار کنم که شما ایمان بیارید؟ گفتن اون درخت کهنی که اون طرف مثلا 1000 متر اون طرفه، شما این رو فرمان بده که حرکت کنه بیاد به طرف شما. پیامبرم اشاره کردن به درخت که را بیفت بیا، آمد تا نزد پیامبر. گفت درست شد، حالا ایمان میاره؟ گفتن نه آقا، بگو برگرده سر جاش. ایشون گفت به درخت که برو برگرد سر جاش. گفت درست شد، دیگه قانع شد. گفتن نه، حالا بگو نصفش بیاد، نصفش سر جاش بمونه بیاد پیش شما. نصف درخت اومد، دوباره نصف درخت رو برگردون. همینطور یه آقای یاوه‌گوی دیگری، باز خودم میشنیدم، عجیبم هست که این یاوه ها اینطور به ذهن من چسبیده و خارج نمیشه، یک ذهن پر از خرافات. عرض میشود که میگفت که یهودیان آمدن پیش پیغمبر و گفتن که مثل معجزه موسی که کوه رو برد بالا، تو هم باید همین کار رو برای ما بکنی. حمزه عموی پیغمبر اونجا بود، پیغمبر اشاره کرد گفت عمو جان اینا معجزه میخوان. همین که اینو گفت حمزه یک نیزه خیلی بلندی داشت، زد زیر خونه کعبه. بعد ایشون مساحت خونه کعبه رو میداد، میگفت اون موقع 30 متر در 30 متر بوده، امروز 14 متر در 14 متر، من نمیدونم هیچ کدومشو. اون 30 متر در 30 متر رو با نوک نیزه برد هوا، روی هوا، و به این یهودیا گفت یا ایمان بیارید یا اینو ول میکنم رو سرتون. اونام همه ایمان آورد. خدا شاهد اینا عیناً روی منابر جمهوری اسلامی گفته میشه، تو تلویزیون‌ها پخش میشه و من اینجا از اینا کم میکنم، نه که بر اونها بیافزایم، هنر افزودن بر این خرافات رو ندارم. خب ببینید اینا هست، اینا البته پر این کتابه. مدینه المعاجز یک کتابی است، شهر معجزات، شهر فرنگ از همه رنگ، پر از یاوه ها نوشته. خب ولی در قرآن اینطوری نیست، شهر فرنگ نیست. ابن خلدون یک سخن خیلی خوبی داره در مقدمه بر تاریخ خودش، میگوید پیامبر اسلام دو معجزه بیشتر نداشت، یکیش قرآن بود، دیگریش اتحاد افکردن بین قبائل متخاصم عرب. این قبائل متخاصم که همطوری که قرآن در بیان اونها هم میگوید که کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، شما بر لب پرتگاه آتش بودید، پیامبر این مرد بزرگوار، این رجل الهی شما را نجات داد. و دوم اینکه دشمن یکدیگر بودید، فاصبحتم بنعمته اخوانا، برادر شدید. این بزرگترین معجزه است، من تا آدم عوام اینو درک نمی کنه. اون میگه برای من یه شعبده بکنید،
توجه میکنید یک چیز رنگارنگی که وسط هوا به چرخه مثلا به من نشون بدید تا من قبول. این که قبائلی که قرنها خون یکدیگر رو میریختند به هیچ صراط مستقیم نبودند، هر قبیله دشمن قبیله دیگر بود، اصل ارتباط اینها با یکدیگر این بود که حمله بهترین دفاع است. به همین دلیل اصلا همیشه آماده حمله بودن، خون ریزی شغل روزان و شبانشون بود. این جهاد اسلامی که ما دربارش داریم و در قرآن هم هست و پیامبر هم مجری اون بود، این جهاد اسلامی همین رسم قبائلی بود که حمله بهترین دفاع است، اگر حمله نکنی به تو حمله خواهند کرد. The best defense is offense. این اصلی بود که نابکنه. اینو مونتگومری وات یک روحانی مسیحی که جزوه کوچکی راجع به جهاد اسلامی داره، من اولین بار این نکته رو در نوشته او خوندم، نکته منصفانه بود. اینکه در قرآن هست که اعدو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل تربحون به عدو الله و عدوکم، همیشه لشکریان آماده برای حمله داشته باشید و الا شما رو فرو میکوبند. این رسم بر افتاد بعدنا که وقتی که اصبحتم به نعمتهی اخوانا، وقتی که این یهود این ببخشید این عرب و مشرکین متخاصم ائتلاف پیدا کردن، برادر شدن، رابطه برادری برقرار شد، دیگه اون خونریزی و تخاصم و اینها از میان رفت، حاجتی هم به جهاد اونچنانی نبود. جهاد ابتدایی که گفته می شود در فقه همین جهادی است که آماده باشید برای حمله، چون حمله بهترین دفاع است، یعنی تو این شرایط متولد شد. اما این شرایط بعداً از میان رفت و به همین دلیل هم فقهای شیعه، فقهای سنی همشون میگن که بعد از پیامبر جهاد ابتدایی ممنوع است. یعنی دیگه شما حق لشکرکشی ندارید و فقط حق دفاع دارید از خودتون. استثناءاتی هم البته هست. باری این دوتا معجزات پیامبر بود، یکی قرآن، یکی ائتلاف افکندن و برادری افکندن میان این نیروهای خونریز و متخاصم و اینها رو یکی کردن و وحدت بخشیدن. بزرگترین معجزه تاریخی بود از پیامبر. حالا شما نگاه کنید ببینید که کتابهایی که رسیده از دوران زندگی پیامبر و کتابهای بعدی، اینا پر است، مالامال است از اینجور معجزاتی که روح پیامبر هم از اینها خبر نداشت واقعا. و ایشون میگم قرآن به صراحت میگوید که به اونها میگفت که من یک انسانم، از من این توقعات رو نداشته باشید. البته یک معجزه پیامبر، یک معجزه مشکوک پیامبر در قرآن نقل شده و اون چیه؟ شق القمر. که این رو خب خیلی از مفسران گفتن نه، اصلا به معنای اینکه ماه رو شکافت نیست و یکی از علائم قیامت است. باری بر سر مدلول اون آیه اختلاف است، به علاوه که اتفاقا این از اون معجزاتی است که کتاب‌های حدیثی اینو خیلی نقل نکردن. برای اینکه یه چنین معجزه‌ای که علی رؤوس الاشهاد جلوی چشم همه رخ بده و ماه اینطور دونیم بشه و مردم ببینن، یه چیزیست که نه فقط کتاب نویسا، همه مردم باید بگن، یه امر متواتری باید بشه. چنین حادثه بزرگی مثل این سیلی که مثلا تو کشور ما اومد، همه دم از این سیل میزدن، چون حادثه فراگیری بود، کسی نبود که بی خبر مانده باشه از اون. نصف شدن ما این اواخر دیدم یکی از علما پرسیده بودن که این چه جور معجزه‌ای بود که هیچکی ازش خبر نداد. ایشون گفته بود بله، نقاط دیگه دنیا که خب اصلا ماه اون موقع دیده نمیشد، در عربستان هم که دیده میشد مردم سرشون به کارشون بود، پایین بود، هیچ کی آسمان، پس این معجزه رو برای کی کرد پیغمبر؟ معجزه‌ای که مردم سرشون پایین بود و به کارشون بود و ندیدن، پس این اعجاز چه فایده داشت؟ معجزه رو برای عموم میکنن که دیده بشود و بعد نتایجی داشته باشه. باری اتفاقا اون از اون معجزاتی است که به پیامبر نسبت داده شده، ولی کتابای حدیثی از اون خالیه، یعنی اون بس که روایات دیگر نیست. این نکته ای بود که میخواستم بگم. خود معجزه تا ما میگیم خرافه، یه یاد معجزات میافتن. یادم یک کسی از من میپرسید، میگفت این کتاب مثنوی رومی پر از خرافات است. خب قصه های عجب و غریب انصافا زیاد داره. یکی از همون مشکلات ما اینه که چه غربالی به دست بگیریم که درست اون خرافات رو بیرون بریزه و اون درست ها و قابل قبول ها رو نگه داره. خیلی ها آمادن به این که به یه چوب همه رو برانن، چون معجزه رو شما برانید، غیب رو برانید، عرض می شود که این نیروهای ماورایی رو همه رو خرافی بدانید،
و بعد اینا رو در کنار خرافات دیگه مثل نمیدونم 13 بدر و نحوست 13 و چیزای از این قبیل بنشانید، خیلی کار رو دشوار میکنه. من در تحلیل به اصطلاح خرافات انشالله میکوشم که یه چنان غربالی هم به دست شما بدم، یعنی چون وارد یه موضوع حساس شدیم. در این حال خوراک های زیادی رو ما از دینداران معیشت اندیش که به لهو و لاغ فربه شدند هم خواهیم ستاند و باید بستانیم. یعنی شرط وجین کردن این باغ، این چمن، همین است که یک چاقوی جراحی مناسبی به دست بگیریم و اونها رو ببریم. خب من تا حالا از خرافات سخن گفتم، مگه به پایان سخن نزدیک میشیم، تا بقیهش رو در دو نوبت آتی انشاءالله با شما در میان بگذارم. ممکنه شما حالا از من بپرسید خب تعریف خرافه چیه؟ تعریفش هم سخته. ما یک درک اجمالی از خرافات داریم. همه خرافه ها باطلن، غلطن. اگه باطل نباشن و غلط که خرافه نمیشن، ولی هر غلطی و هر باطلی خرافه نیست. این اهمیت در اینه، نه اینکه غلط های دیگر رو بپذیریم، ولی اون چه که تحت نام خرافه گفته می شود یه نوع ویژه‌ای از اغلاط است، یه نوع ویژه‌ای از باورها و خبرهای دروغین و باطل است که خرافه نامیده میشه. البته با همه باطل‌ها و دروغ‌ها باید مبارزه کرد، اما بعضی ها اونقدر اهمیت نداره. یه کسی لای کتابی یه چیز بی خودی باطلی نوشته، ما چه کار داریم به او؟ گیرم که دو نفرم باور کرده باشن یا نکرده باشن. یک بار در یکی از کتاب، خیلی نوجوان بودم میخوندم، یه قصه خیلی جالبی نوشته بود که یه آقایی در کتابی داشت میخوند که نوشته بود که هر کس کله کوچک و ریش درازی داشته باشه احمقه. شب بود و شمع کنار دستش بود و آینه آورد و خودشو در آینه دید، دید عیناً وصف حال اوز، کله گرد کوچک و یک ریش خیلی بلند. به خودش گفت که خب حالا ما احمق از آب در اومدیم، ولی میشه علاج کرد. کله نمیتونم کارش کنم، اما ریشو میتونم کوتاه کنم. قیچی چیزی دم دستش نبود، اون شمعی که بود گرفت زیر ریشش، آتش افتاد توی این موها و سوخت و رفت و تمام صورتش رو سوزوند و همه خونین شد و بعد با این آستین قباش هم کشید و این تاولها ترکید و خونابه جاری شد و خودش رو در آینه دید، دید عجب قیافه وحشتناکی پیدا کرد. برداشت و در کتاب، کنار کتاب، حاشیه کتاب نوشت این مطلب به ثبوت رسیده است. عرض می شود که حالا ببینید، اون البته یعنی از من اگر شما بپرسید هر دوتا دروغ می گفتن. اون که باطله، یعنی اونم یک خرافه است، یک یاوه است که ریش بلند و کله کوچیک نشانه حماقته. آخه به چه دلیل؟ اما اینم که شما فکر کنید به یه حادثه یه قاعده اثبات میشه، اونم حماقته، اونم خرافه است. هر دوشون باطل گفتن. از این خرافه ها و باطل ها کم نیست. ما اینا رو خرافه نمیگیم معمولا. خرافات به باطل هایی و غلط هایی گفته میشود که اولا تولید سنتی میکنه، یعنی جاری میشه برای خودش و یک روشی، یک شیوه تفکری میشه و در زندگی مردم، اعم از زندگی دینی یا دنیویشون اثر میگذاره، اثر مضر میگذاره، نه فقط اثر، چون ممکنه ما خرافه مفیدی هم داشته باشیم مثلا. لذا اگر فکر باطلی به صورت سنتی در قومی جاری شد و آثار مخربی داشت، و نکته مهم بعدی در جهت منافع صنفی و گروهی بود، این در این صورت یه خرافه محسوب میشه. من مدعی نیستم که این تعریف جامع و مانع است، ولی شما عموم خرافات رو وقتی که نگاه کنید و دقت کنید و تحلیل کنید، کمابیش این اوصاف درشون صادقه. خب غلط بودن و دروغ بودن که ماهیت اصلیشونه، بالاخره حرف راست رو که و درست رو که ما خرافه نمیگیم. اما این خرافه چنان که گفتم، اگر جسته و گریخته، تک افتاده، منعزل اینجا و اونجا، نقشی در زندگی نداشته باشه، کسی کاری نداره، حرفشو نمیزنه، لای یک کتابی توی یه روستایی، اما وقتی که وارد شد و گره خورد به سنن دیگر قوم و خودش رو وارد دایره زندگی کرد و نقش آفرین شد
و از همه مهمتر این که در جهت منافع صنفی یک گروهی درآمد، این واقعا خراف است. یعنی اون مصداق واقعی خراف است. این خرافاتی که من براتون مثال زدم، همین رایی که از اهل منبر گفتم و جاهای دیگه و حالا بعدن خواهم گفت از این غیر دینیش هم داریم، اینا واقعا همینطوره. بیشتر این خرافات که من گفتم براتون، این خرافات دینی، کلن در جهت منافع روحانیت است. کلن اینطوره. نه فقط عوام معیشت اندیش تقضیه از خرافه می کنن و اونها رو تسکین روحی و روانی می دهد، بلکه آموزندگان و آموزگاران این خرافات از اونها بهره های صنفی می برن. یعنی برای تحکیم مواضع صنفی خودشون از اینها استفاده می کنن. مرید می تراشن، خریدار می آفرینن، موقعیت خودشون رو تحکیم می کنن، سنتی رو که در او بار اومدن تقویت می کنن، تداوم می بخشن و نقش خودشون رو اینچنین ایفا می کنن. و چنان که گفتم، خرافه هم خرافه می آفریند. اما بیرون از اینها کسی یه حرف غلطی بزنه، سخن نادرستی بگه، ما لزوماً اونها رو خرافه نمی نامیم، یعنی عادتاً خرافه نامیده نمیشه. اصلا این کلمه خرافه رو من خدمتون بگم، خب یه کلمه عربی است، من نمیدونم در فارسی چه معادلی داره. خرافه همون دیدی میگیم دیگه، فلانی خرفه، یا خرف مردم ما میگن در فارسی، درستش خرفه. خرف این آدمی که دیمنشیا داره، زوال عقل داره، به هر حال حتی آلزایمر یه چیز از این قبیل، اگر بخوایم کلمه عربی براش به کار ببریم، همین خرف شدن است. گفتند که خرافه، بعضی از کتاب‌های لغت نوشتن، چون که من می‌دیدم که یه آقایی بود، این اصلا اسمش خرافه بود، قبل از اینکه خرافه این معنای تازه رو پیدا کنه. این یه بار اومد و مدعی شد که جنها منو دزدیدن و بردن. 6 ماه پیش این جنا بودن و بعد خالی بندی، همینطور که اون موقع که پیش اینا بودم چنین شد، چنان شد، با من چنین کردن، چنان گفتن. اصلا عربا گفتن حدیث و خرافته، یعنی حرفای آقای خرافه. اصلا این به کسی صحبتی میکرد میکنن تا هم حرفات مثل خرافه میمونه، مثل حرفای فلانی میمونه. اینجوری شد که خرافه شد. و بعدن که خب خرافات متعددی در آمد، یه چند تایش رو براتون بگم سخنمون رو. خب من اینجا از نحوست 13 برای شما گفتم، فکر کنم کسی نباشه در میان ما که این رو خرافه ندونه. بخت و اقبال چطور؟ شگون، میمون بودن، مبارک بودن، خوشیمن بودن، بدیمن بودن، اینا جز خرافات است یا جز خرافات نیست؟ شاید در میان ما کسانی باشن که اینها باور داشته باشن، باور نداشته باشن، نمونه های صادقی براش قائل باشن، دیده باشن، ندیده باشن. سرنوشت چطور؟ تقدیر چطور؟ قضا و قدر چطور؟ اینا حقیقت داره، واقعیت داره. من با این سوالا بسیار روبرو بودم و از یه طرف اینا یه خواستگاه های صحیح و نیمه صحیحی دارند، ولی چنان آمیخته به اقوال نادرست شدن که امروز تمیز دادن این ها بسیار دشوار شده. این پاک کردنشون مثل سبزی خوردن لازمه که شما این بقیه قسمت های زردش رو و نادرستش رو کنار بگذارید و به حال اون بخش مغذی و سالمش رو نگه دارید. استخاره کردن چطور؟ فال زدن چطور؟ مثال هایی میزنم که هممون با اونها آشنا هستیم. نذر کردن چطور؟ توسل به رفتگان و مردگان کردن چطور؟ قائل به برکت داری و برکت و بی برکتی شدن چطور؟ اینا به حال نکاتی است که در میان ما جاری است. به همین دلیل میگم خرافه، برای اینکه اینا سنت شدن، اینا یک تک فکر، تک باور دور افتاده نیستن. اعتقاد به جن، اعتقاد به سرنوشت، اعتقاد به شانس، اعتقاد به بخت، اقبال، خوشیوم، بدنوم و امثال اینا تقریبا کارسازن تو زندگی ما، نه فقط ما، عموم جهانیان. چشم زخم مثلا، آیا واقعا اینا درستن؟ اینا باور کردنی هن؟ اون بخشایشون هم که به دین کاری نداره، من هم کاری ندارم چندان، اما اونایی که به پای دین نوشته میشه اهمیت والایی داره از منظر اصلاح دینی، از منظر تجدید
و اصلاح فکر دینی. اونا رو باید خوب شناسایی کرد و کنار گذاشت. در این حال همچنان که گفتم خیلی باید مواظب باشیم ما دچار پوزیتیویزم نشیم، یعنی اینکه فقط به حس مراجعه کنیم و فقط به امور حسی تکیه بکنیم، هرچه که ماورای حس است مورد انکار قرار بدیم، مثل یک ماتریالیست محض متعصب مطلق. اون هم شیوه یک انسان دیندار نیست و کار رو همینجا همین است که ظرافت بسیار میبخشد. فکر میکنم که نیکوست که اینجا من سخنم رو به پایان ببرم و شعر حافظ رو براتون بخونم. خیز تا دفتر صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم، در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی ره بپرسیم، مگر پی به مهمات بریم. شرم من باد از این خرقه پشمینه خیش، گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. خوب شد که این شعر حافظ به یاد من آمد. میبینید حافظ متاعهای صوفیانه رو کلن خرافات میدونه و این از اون حرفای خیلی مهمه. شطح و طامات به بازار خرافات بریم. شطح و طامات سخنان گزاف آن ارتودکسی بود که صوفیان میگفتن در وقتی که ادعای اتحاد با مقام ربوبی رو پیدا میکردن، مثل حلاج که میگفت انا الحق، یا بایزید که میگفت لیس فی جبتی سوى الله، در لباس من خدا نشسته است، غیر خدا کسی نیست. حافظ یک قلم بطلان مطلق بر همینا میکشه. خیز تا دفتر صوفی به خرابات بریم، یعنی با می بشوییم. شطح و طامات به بازار خرافات بریم، در بیابان فنا گم شدن آخر تا که. بیابان فنا یکی از مقامات سلوک صوفیانه است، آخرین مقام هم هست که شما به فنا برسید، یعنی در خدا فنا بشید. حافظ اینا رو قبول نداشت. در بیابان فنا گم شدن آخر تا که ره بپرسیم، مگر پی به مهمات بریم. اینا مهمات نیست، اینا حرفای فرعی جزئی باطل یاوه خرافه است از نظر جناب حافظ. بریم راه درست رو پیدا کنیم. و السلام علیکم. حقیقت و خرافات از کجا تعیین میشه؟ یعنی برای یک انسانی که ابزارش عقل هست میتونه یه به اصطلاح رنج خیلی بزرگی داره. اگر که از خود اعتقاد به خدا شروع کنیم، اعتقاد به قرآن و الی آخر، شما میتونید با برای شخصی که فقط با عقل میخواد همه چیز رو بپذیره، خیلی از چیزها رو باید کنار بذاره، خیلی چیزها رو میپذیره، ولی این مرز اصلا خیلی مرز خیلی واضحی نیست. یعنی از کجا ما بفهمیم که این حقیقته یا این خرافاته؟ بخوام مثال بزنم، خیلی از مثلا قرآن رو نمیدونم چیزهایی که از ما میپذیریم، ولی مثلا شفاعت یا این مفاهیمی که توی این هست ما اینا رو کنار میذاریم. خب به چه دلیل؟ از کجا درست هست؟ از کجا معلوم که غلط باشه؟ و واقعا از لحاظ عقلی خیلی قابل اثبات نیست این مفاهیم. این چه ابزار سنجشی هست برای اینکه آدم بتونه که تمیز بده از اینکه حقیقت هست و خرافه نیست؟ این دقیقا یکی از همون مطالبی است که من یادداشت کردم که مبسوطاً انشاءالله و مفصلاً درباره‌اش سخن بگم، که مرز یا معیار خرافه بودن، من تعریفش رو دادم، معیار تعیین مصادیقش چیست و چگونه این امور متشابه رو، بعضیا تکلیفش معلوم، ولی اینجا border line یعنی اموری که تو مرز قرار میگیره و متشابهه خیلی زیاده، اینا رو چجوری تمیز بدیم و تفکیک کنیم؟ این کاملا سوال موجهی است و منم این رو انشاءالله وقت مفصلی رو به او اختصاص خواهم داد. اونی که الان میگم برای اینکه سوالتون بی پاسخ نمانه، ولی انشاءالله بعدن خواهم گفت، این دقیقا همینه که خرافه با عقلانیت نسبتی داره دیگه، یعنی هر خرافه غیر عقلانی است. اموری که عقلانی یا معقول نباشند خب خرافه شمرده میشن. منتها خرافه هایی که یا تبدیل به سنت میشن و حافظ و خادم منافع گروهی میشن، و یا خرافه هایی که
جسته و گریخته اینجا و اونجا وجود دارن و نقش چندان اجتماعی تاریخی نمی آفرینن، ولی همشون غیر عقلی یا ضد عقلی هن. ولی این رو که گفتیم مطلب حل نمیشه، تازه سوال به یه معنی مشکل تر میشه. عقل چیه؟ عقلانیت چیه؟ توجه میکنید این یه سوال خیلی دشواری است. یعنی شما از دوران ما قبل روشنگری، یعنی دوران به اصطلاح قرون وسطای کلاسیک که بیاید و به رنسانس برسید و دوران انلایتنمنت روشنگری که در واقع روشنگری دوران عقلانیت است، پرچم عقلانیت و اینا بر بام تاریخ افراشتن و گفتن دوران خرافه و نامعقولات و مجهولات و لاتائلات و اینا همه گذشته است. منتها این چراغ عقل ظاهراً یا این تیغ عقل اونقدر برنده بود، اونقدر تیز کردند این تیغ رو که بسیار چیزها رو برید. میدونید دیگه بعد از انلایتنمنت یک دوران کانتر انلایتنمنت پدید آمد، یعنی ضد روشنگری، که یکی از اون به اصطلاح زیر مجموعه هاش رومانتیسیزم بود، که رومانتیسیزم در واقع بها دادن به عواطف بود، به احساسات و به غرایز بود، در مقابل عقل سختگیر تاجر مآب تحلیلگر و فلسفه اندیش. و اینها به ادبیات، به شعر، به هنر اینا رو آوردن که اینا هیچ کدومش لزوماً عقلی به معنای بحثی فلسفی استدلالی نیست، اما یه جنبه خیلی مهمی از وجود آدمی رو فرا میگیره، تشکیل میده و آثار و فراورده های بسیار هم داره. لذا رومانتیسیسم ضد اونجور عقلانیت تنگی بود که در دوران روشنگری تعریف شد و بنا بود که همه گیر بشه، که خب نشد. عرض میشود که علوم تجربی و غیره اینا زیر پرچم همون عقلانیت رشد کردن و فربهی یافتن. خب ما یه دوران پست مدرنیسم هم داریم دیگه، دورانی که گفته میشود اکنون ما در او هستیم. این دوران پست مدرنیسم حتی همون عقل ضعیف دوران رومانتیسیزم رو هم پس میزنن، یعنی میگه همونم مدعاش زیاد بود، همونم لاف گزاف میزد و ما اصلا یک عقلانیت نداریم، ده عقلانیت داریم. ولذا وقتی پای این حرف میاد وسط، یعنی پلورالیتی در عقلانیت، مفهوم خرافه خیلی کم رنگ میشه. ممکنه خرافه شما با یه عقلانیت خرافه شمرده شود ولی در یه عقلانیت دیگری معقول جلوه کند. توجه میکنی؟ به همین دلیلم اینجاها خیلی چیزا بر هوا رفته است. یعنی اون ظرافتی که من عرض کردم دو چندان بلکه ده چندان شده است. اصلا ما دست کدام عقل رو بگیریم؟ به دامن کدام عقل متوسل بشیم؟ آیا یه چیز متا عقلانیتی که در فراز همه اینا باشه وجود داره یا نداره؟ شما میدونید مثلا این آقای تامس کون میگه علم هم ایدئولوژیه مثل بقیه ایدئولوژی‌های دیگه، بنابراین توش هم افسانه هست، هم باطل هست، هم حق هست، هم همه چیز هست، و ولی فعلا قدرت فائقه و غالبه داره تا بعدن چه بشود. این قصه هایی است که خیلی اهمیت داره و من انشالله به اینا خواهم پرداخت، ولی الان فقط عرض کردم که ماجرای خرافه حل نمی شود مگر اینکه ماجرای عقلانیت حل بشود، و این عقلانیت هم قصه سر دراز دارد واقعا، یعنی به راحتی نمی توان از عهده حلش برآمد، اما گفتگو دربارش می شه کرد. پس به این تعریف شما کل تمام این مباحث دینی و اینا واقعا وارد میشه توی یه منطقه خاکستری گریزون میشه که یعنی سیاه‌سفید میشه دیگه. پست مدرنیسم در واقع همین رو میگه، میگه چیز سیاه و سفید خیلی کم داریم، خیلی چیزها رو وارد منطقه خاکستری کردن اینا. بله، این اصلا از اون قضاوت‌های خیلی تند و تیز و خشن پیشین اینا فاصله گرفتن. بله، در این حال هست بینشون هم تعصب هایی که نباشه، حالا صحبت میکنیم دربارش، ولی خوشبختانه ما در یه دوران قرار داریم که خیلی از اون تعصبات دیگه پشتوانه ندارد، یعنی اون ادعاهای اونچنانی رو دیگه نمیشه کرد و راحت‌تر درباره اینها میشه سخن گفت و میشه نقد کرد. بله. آقای سالاری. آقای دکتر، قسمت دینداری معیشت اندیش که شما فهمیدید، من به این نکته داشتم فکر کردم که اون افرادی که به معنای واقعی دینداری معیشت اندیش رو دارن به اجبار
آدم های بعدی نمیتونن باشن. نه. آدم های بسیار خوبی هم هستن. جامعه ای که دینداری معیشت اندیش داره بسیار جامعه سالم است. جامعه ای که شما میگید جان خودتون، مال خودتون، ناموس خودتون، اینا بسیار آدم های درستکار، کردار درست، حتی اون روحانی هم که شما فرمودید میاد صحبت بکنه، اونم اگر واقعا این دینداری معیشت اندیش رو داشته باشه، مردم رو به خوبی میتونه هدایت بکنه، یعنی روحانی توش هم میتونه. ولی یه قسمی رو من میخوام اضافه کنم به سه قسمتی که شما فرمودید. اونی مزره که دینداری مصلحت اندیش بشه، که بعد از انقلاب شاید در جامعه ما، من شهر خودم رو مثال میزنم، یزد قبل از انقلاب واقعا دینداری معیشت اندیش بود، بسیار جامعه خوب سالم، مردم چرخشون رو نمی‌کردن، نه مفتی می‌زدن می‌رفتن، می‌دونستن کسی به این دست نمی‌زنه. ولی بعد از انقلاب یک دینداری به وجود پیوست که من اسمش رو می‌ذارم دینداری مصلحت اندیش. بنده خدا دید که اگر بخواد کارش را بیفته باید ریشی بذاره و تصویر دست بگیره و انگشتر عقیلی و دینی هم قبول نداشت، دیندار شده. اینها اومدن پدر دین رو درآوردن که در همون شهر ما که دارالعباده بود شاید تمام اون جامعه تخریب شد، شده جامعه مخروب. اینه که قصد من نکته بود که بگم که میشه قسمت چهارمی هم اضافه کرد به سه قسمتی که شما گفتید و اسمشو گذاشت دینداری مصلحت اندیش که بسیار خطرناکه. بله از میشه، البته در اختیار شماست، میتونید این انواع رو هر چی دلتون میخواد ادامه بدید و اضافه کنید. ولی بله از قضا من دینداری معیشت اندیش در نوشته های من یه اسم دیگه‌اش دینداری مصلحت اندیشه، یعنی من این دوتا رو یکی کردم، این دوتا یکی هن، مصلحت زندگی. ببینید یه جمله از امام حسین منقوله که وصف حال جامعه دینیه، میگه که الناس عبید الدنیا، مردم بنده و برده دنیا هستند، و دین و لعقن به السنتهم، دین یک آویزه است بر زبان آنها، یدورونه ما درت بهی معایشهم، تا وقتی که زندگیشون با او میچرخه اونا هم با این دین میچرخن با هم، و اذا محسوا بالبلا قلت دیانون، اما وقتی که پای امتحان در میان میاد دینداران واقعی بسیار کم خواهند شد. این جمله از مولا علی از امام حسین خیلی جمله گویایی است. گله نیست به نظر من، در اون نامه که من با آقای خامنه‌ای نوشتم این آوردم، گله ای از دینداری نیست، اصلا وصف جامعه شناختی دیندارانه. بله تا وقتی که جامعه نرماله، یعنی امور اقتصادی مثلا نرمال میگرده، دلیلی نداره یک دیندار معیشت اندیش دزدی بکنه، مخصوصا که خب همه دستورات و تعالیم دینی هم به او گفتن مال دزدی خوردن حرام چنین چنان. اما وقتی که محسوا بالبلا یعنی امتحان پیش میاد، شما ببینید در دوران شاه این امتحانی که پیش اومد برای عموم روحانی، چند تاشون اینا جلوی ستم ایستادن. در دوران ما که خب امتحانهای بسیار پیش اومد، چند تا از این روحانیون اینا قرار مرجع و متکای عقلی و فکری و اعتقادی من، چند تایی از اینا ایستادن. من یه بار یادمه که در قم بودم، چند تا از روحانیون بودن، با هم صحبت میکردیم. من به اونا گفتم که شما روحانیون بعضیاتون بالاخره قبل از انقلاب یه حرفی میزدید، یه مقاومتی میکردید، چرا الان دیگه هیچ خبری نیست؟ چرا همه تون سر جاتون نشستید؟ چند نفرشون چند تا دلیل رو بردن برای من، دلیل های مختلف. یکیشون گفت که آه شما نمیدونید اینا، یعنی این حکومت استاد تو لکه‌دار کردن دامن دیگران و چنان ما رو ملکوت میکنن، چنان از آبرو و حیثیت میندازن که باید خودکشی کنیم. اون دستگاه شاه اینو بلد نبود، یا اگرم بلد بود کسی ازش باور نمیکرد هرچه بود، ولی اینا واردن، خودشون آخوندن و آخوند بودن، بیوت علما و نحوه زندگانیشون و روابط انسانیشون رو خوب میدونن، اینی که راحت به ما وصله میچسبونن. البته یکی دیگه شون به نظر من حرف بهتری زد، سه نفر بود سه چیز گفتن. یکی دیگه شون گفتش که شما اشتباه میکنید، این روحانیون رو بچلونی تای عقایدشون هم عقاید حاکمانه، اینا خیلی در اون اصول و ارکان تفاوتی با اینا ندارن، توجه میکنید؟
و کم و بیش یه فکر دارن. حالا یکیشون جلو افتاده، اینطوری شده که عقب مونده، یه مقدارم سر منافع ممکنه دعوا داشته باشن. من قرضم این استش که دینداری معیشت اندیش مادامی که جامعه وضعیت نرمالی داشته باشه هیچ مشکلی نیست، بلکه منافعی هم داره. برای اینکه خب مردم مطابق همون دستورات دین دزدی نمی‌کنن، زور نمی‌کنن، آدمکشی نمی‌کنن، تجاوز نمی‌کنن و خیلی هم خوبه دیگه. اما اینا نقش تقلیدی داره. من این رو عرض می‌کردم، نمیگم اینا بده، تقلیدیه، یعنی یاد گرفتن. به همین دلیلم اگر یه کسی بیاد یه چیز دیگه بهشون بگه، اگه بگه بگین مرگ بر آمریکا، میگن فردا بگه نگین مرگ بر آمریکا، امروز بگه فلانی دشمن ماست، فلانی دوست ماست. اینا چون تقلیدن عمل میکنن خیلی راحت زیر بار این تقلیدها میرن و متاسفانه نقشهای منفی میآفرینن. دینداری محققانه، اون چیزی که خب توی منابر ما از او خبری نیست، اون خب چیزیست که اگه چیزی رو به شما میگه با دلیل میگه و بعدم به شما حق میده و اجازه میده که شما با دلیل با او سخن بگید، نقدش کنید، چون و چرا کنید. این قوه نقادی مردم رو دینداری معیشت اندیش تقویت نمیکنه، فقط اطاعتشون رو تقویت میکنه. مطیع پرور است، منقاد پرور است، نه نقاد پرور. من از این حیث دارم نگاه میکنم و چون منقاد پروره و چون مطیع پروره و مقلد پروره، خرافه پرورم میشه. برای اینکه هر خرافی رو تحویل اون مستمعان بدن، اونا هم بیچون و چرا تسلیمن و قبول میکنن. مشکل اینجاست. خب دوستان دیگه متشکرم، سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که بحث دیروز ما رو که شنیدند مقدمه نیکویی باشد برای طرح دنباله بحث و پاره از سوالاتی که احیانا در نوبت گذشته در ذهنها پدید آمده و بیدار گشته، در این نوبت پاسخ شایسته خود رو بیابد و اگر هم نیافت در ضمن سوال و جواب به اونها خواهیم پرداخت، با افزودن این نکته که روز سومی هم انشاءالله خواهیم داشت و سعی میکنیم که در اون روز هم، یعنی که فردا باشه، مطلب رو در حد توان تکمیل کنیم و همه جوانب اون رو جمع کنیم و عرضه کنیم. باری مطلبی که دیروز آوردم، ذکر پاره مصادیق از خرافات جاری در جامعه بود. ذکر این معنا بود که خرافه شناسی، به هوش بودن در باب رواج خرافات از فریضه های فرهنگی و دینی است. دل نسپردن به اونها، رواج ندادنشون هم از فرائض فرهنگی و دینی است. و دیگر اینکه ما متاسفانه در گردابی از خرافات غرقه ایم و خود نمی دانیم. امور نادرست و غلط و سست و نااستوار بسیاری در میان ما جاری است که یا اونها رو پاره از علم پنداشته ایم، یا پاره از فلسفه، یا پاره از دین، که هیچ کدام اساس درست و محکمی ندارد، اما بر زندگانی ما و بر اندیشه ما فرمان می راند. و خدای ما در خرافات پوشیده است، نبوت ما، دیانت ما، قرآن ما، همه اینها رو ما گاهی از ورای این عینک تیره و تار می بینیم و آلودگی ها رو به اونها نسبت می دهیم. پیراستن دین از خرافات جزء فرائض واجب مصلحان و مجددان دینی است. همه کسانی که اهل دینداری معرفت اندیشند باید در این وادی گام بگذارند، هم خود رو برحذر دارند و هم دیگران رو از فرو افتادن در این ورطه. اضافه کردم که هر فکر باطلی رو خرافه نمی نامیم. البته از هر فکر باطلی باید پرهیز کرد، اما اون باطلهایی که بدل به سنت می شوند، یک جریان جاری در فرهنگ و جامعه می شوند و در زندگی جمعی و فردی مردم نقش آفرین می شوند و خادم منافع و قدرت صنف و گروه ویژه‌ای می شوند، اونها هستند که خرافه بالمعنی الاخص نامیده می شوند و بیشتر هم مد نظر ما همون هاست.
و الا تک فکری در تک ذهنی در گوشه‌ای هرچند باطل باشد اهمیتی چندانی ندارد که ما به آنها بپردازیم. عالم اندیشه ها عالم زد و خورد است و فکرهای باطل و حق می آیند به مسافه یکدیگر، پیروز می شوند، شکست می خورند و مورد داوری تاریخ قرار می گیرند. اما خرافات متاسفانه جاگیر و پاگیر می شوند و حق نما هستند، خود را به مسابه حق جلوه می دهند و دلها رو می رو بایند و دکان می شوند، بازار می شوند، متاعی برای خرید و فروش می شوند و چنان که گفتم باز تولید می شوند، در خدمت قدرت و منفعت گروهی و صنفی در می آیند. هم شناختنشون مشکل تر می شود، هم دفعشون، هم مبارزه با اونها، به خاطر اینکه نیروهای قوی اجتماعی از اونها حفاظت و حمایت می کنند و در افتادنشون رو مهلک می سازند. به همین سبب هم عافیت طلبان عمدتاً به سوی این خرافات نمی روند، برای اینکه هزینه جنگیدن با اونها بسیار بالاست. با خرافات سر می کنند، چشم برهم می نهند و ازا مر رو به لغوه مر رو کراما، به خیال خودشون بزرگوارانه از آنها در می گذرند و مردم رو افتاده در آن منجلاب می بینند و دستی بر نمی آورند و دستگیری نمی کنند. اگر هم جزو صنفی باشند که منافعشون و قدرتشون در تولید اون خرافات باشد که به طریق اولا در تقویت اونها و آفریدن اونها و باز تولید اونها میکوشند و گره رو کورتر میکنند. اینها مسائلی بود که نوبت گذشته عرض کردم. حالا مانده است بحث در باب پاره از مصادیق اشهر مصادیق خرافات که در میان ما، در فرهنگ ما، فرهنگ دینی ما و فرهنگ ایرانی ما جاری است، و دوم بحث درباره تحلیل نقادانه کیفیت تکون خرافه ها. یعنی برای اینکه یک خرافه خرافه شود، صرف نظر از پاگیر شدن و جاگیر شدنش، چه دستکاری، چه حیله‌ای، چه زرنگی، چه مقالطه‌ای باید صورت بگیرد تا خرافه آفریده شود. یک دروغ سرراست نوعاً جا نمی افتد و مردم شاید به صراحت و راحتی اون رو تشخیص می دهند و به دور می افکنند. اما خرافات چون حق نما هستند و به شما چنین وانمود می کنند که از یک رازی پرده بر می دارند و شما رو با یک امر مکتومی آشنا می کنند، دلربایی می کنند. و چرا حالا اینا می توانند خودشون رو حق بنمایند؟ این همان چیزی است که تحلیل می طلبند. درست مثل جوک ها می مونه. شما هیچ وقت با خودتون اندیشیدید که هر قصه خنددار نیست، هر افسانه خنددار نیست، بعضی از بیان ها، بعضی از قصه ها هستند که آدمی رو تحریک می کنند برای خنده. من یه وقتی خودم روی جوک ها کار می کردم که ببینم سر خنده دار بودن اینها چیه، چجوری آدمی رو قلقلک می دن و به خنده می افکنن و چرا بعضی از سخنان بیمزن و ممکنه گویندهش خیال کنه که مزه پراکنی می کنه اما در مستمعان در نمی گیرد. یکی از مواردش رو ذکر میکنم فقط برای اینکه کام شما رو شیرین کرده باشم، تا بعد که اصلا بدانید غرض از تحلیل منطقی جوک یا خرافه چیست. شما خوبه که کتابهای عبید زاکانی رو، مخصوصا اون کتاب لطائفش رو بخوانید که لطیفه ها یا جوک های خیلی خنددار و لطیفی داره. میگوید که یک خوزستانی به جنگ از خوزستان میامد، ببخشید، یک قزوینی، چون خودش قزوینی بود، عبید زاکانی، زاکان از دههای اطراف قزوین، گوید که یک قزوینی از خوزستان می آمد، به او گفتند که در اونجا چه می کردی؟ گفت عرق. خب
چرا لبخند به لب شما میاد؟ البته به لب همه نیامد به نظر، ولی اگه یه ذره فکر میکردید میومد. عرق کردن، از این آقای قزوینی پرسیدن که شما اونجا چه کار میکردی؟ معمولا ما وقتی میپرسیم چه کار میکردی؟ یعنی چه کار اختیاری میکردی؟ اما وقتی که او میگه من اونجا کارم عرق کردن بود، عرق کردن اختیاری نیست. آدم در هوای گرم خود به خود بی اختیار عرق میکنه. نشاندن یک امر جبری به جای یک امر اختیاری خنده آور است. یعنی انتظار شما رو هم بر می آورد هم بر نمی آورد. شما اگر فرمولهای جوکسازی رو از طریق تحلیل این قضایا به دست بیارید و خودتون میتونید یک کارخونه جوکسازی بسازید و بعضی ها البته استعدادش رو دارن بدون اینکه این تحلیل ها رو دیده باشن، کلاس دیده باشن، اصلا اکستمپو یعنی ارتجالا جوک میسازن. بعضی ها هم میتوانن از این طریق. حالا غرض من این است که یک نوع بازی های زبانی یا بازی های مفهومی وجود داره که اینها با ذهن آدمی چنان بازی میکند که او رو یا به حیرت میافکند یا به خنده میافکند یا تابع و تسلیم خود میکند، بر حسب اینکه شما چگونه از این بازی ها استفاده کنید و میزان مهارت شما چقدر باشه. این اینجور بازی ها تو جدل ها هم هست، در مناظرات هم هست. معمولا در مناظرات همیشه اون که حق پیروز نمیشه، اون کسی که یک فنون و مهارت هایی رو بلده پیروز میشه، ولو اینکه بر باطل باشه. یعنی شما باید بدانید که چگونه مچ طرف رو بگیرید توی مناظرات، و این مچگیری یک مهارت است، لزوما مبتنی بر این نیست که شما دانش بیشتری داشته باشید یا سخنانتون حقانیت بیشتری داشته باشد. خب این رو قبلا هم در درس‌های غزالی من خدمت عزیزان گفتم که غزالی یکی از مناظره کنندگان بسیار قهار و زبردست بود، از شاگردان امام الحرمین جوینی، و همراه او به این شهر و به اون دیار می رفتن و با خصمان خودشون با مجالس مناظره برگزار می کردن. و غزالی همراهی با استاد می کرد. یک بار هم که همراه استادشون نبودند، استادشون شکست خورد و در اصفهان، و مناظره کنندگان پس از شکست به ابوالمعالی گفتن که اون سگهای هاری که همیشه همراه داشتی کجان؟ اونا پاچه می گرفتند و می توانستند طرف مقابل رو به زمین بیفکنند. به همین سبب بود که غزالی ترک مناظره کرد، و وقتی که در چنان که در نوشته خودش هست بر سر تربت خلیل رفت در قدس، یعنی در بیت المقدس بر سر مزار حضرت ابراهیم رفت، می گفت من در اونجا سه عهد با خداوند کردم: یکی این که به دیدن هیچ سلطانی نروم، دیگر این که صله هیچ سلطانی رو نپذیرم، و سوم این که با احدی مناظره نکنم. و بعد آفات مناظره رو می نویسد مفصلا که یک ریای محض مطلق است، ظاهرا برای پیروزی بخشیدن به حق و به دین حق دو گروه با هم به مناظره می نشینند، مثلا معتزله و اشاعره، یا قائلین به خلق قرآن و قائلین به عدم خلق قرآن. ظاهر امر این است، عنوان و تابلوی بحث اینه، اما به قول غزالی اون چیزی که در این میان نیست حق است. دو طرف می کوشند وجود خود رو اثبات بکنند، آبروی حق برود اما آبروی اونها نرود. مسئله این است، و در مناظره پیروز برایند تا تحسین خلق رو جلب کنند. این نکته است. لذا مناظره هم اینطوره، یعنی اونم یه آدابی داره. کتاب ها می نوشتن دربارش که چه کار بکنید، از طرف یک دفعه چه کلمه رو بگیرید بر سرش بکوبید، چطور بحث رو منحرف کنید، از مسیر اصلی به سوی مسیر دیگری بروید، چگونه مقالطه بکنید، و بسی چیزهای دیگه. بنده خوشبختانه این فنون رو بلد نیستم، ولی براتون انواع و اصنافش رو ذکر میکردم، ولی هست، اونایی که طالبند میتوانن به پاره از متون مربوطه مراجعه کنن.
خب سوفسطائی ها در یونان قدیم اصلا کارشون، فنشون، هنرشون، مهارتشون همین بود، سفسطه می کردن. یعنی واقعا اونم در دادگاه ها، در دادگاه ها می رفتن و حقیقتا پشتیبانی می کردن از یک کیس باطل، از یک دعوی باطل، و اون رو جا می انداختن. امروز هم پاره از وکلا کم از اون سوفسطائیان گذشته نیستن، میراث همونها رو دارن، پولهای کلان، اجرتهای کلان می گیرن برای اینکه یک قاتلی رو تبرئه کنن، برای اینکه یک بری و بیگناهی رو مجرم نشان بدهن و امثال ذلک. منظورم این است که این زبان و این ذهن بازیگر قهاری است در عرصه های مختلف، تا شما چگونه به او فرمان بدهید و از او کار بطلبید، مخصوصا که انگیزه هم داشته باشید یا اینکه به هر حال منفعتی در کار باشه و مستمعینی، مریدانی، مطیعانی هم داشته باشید که شما رو به این سو بکشانند. این خرافه پردازی ها در عرصه دین آسان تر است. همه نکته همین است. برای اینکه دین دیوار به دیوار ماوراء طبیعت است، دیوار به دیوار ملکوت است، دیوار به دیوار عالم غیب است، و این عالم غیب با عالم طبیعت و عالم شهادت که در هم آمیخته می شوند، اصناف خرافات از این میان بر می خیزد. یک خاک حاصل خیز است برای خرافه سازی و روییدن خرافات پر آفات. نمیگم که در جاهای دیگه نیست، چنان که بارها عرض کردم نمونه های غیر دینیش رو هم داریم و نشان خواهم داد، اما ما چون توجهمون و دغدغه بیشترمون در این زمینه است، باید به اون بیشتر بپردازیم. نوبت گذشتم یادآوری کردم، اکنون هم باز یادآوری میکنم. چرا این رو یادآوری کنیم؟ ما پوزیتیویست نیستیم، یا دست کم بنده. پوزیتیویسم یعنی قائل به حس بودن، به امور حسی محض و ماورای حس رو به طور کامل رد کردن و مردود دانستن. یک انسان دینی نمیتواند این چنین باشه. یکی از ارکان ایمان دینی ایمان به غیب است، ایمان به عالم ماورای شهادت است، ماورای طبیعت است. در این هیچ تردیدی نیست. اما این ایمان هم مشمول بدفهمی واقع می شود و هم مشمول مغالطه، و به همین سبب باید بسیار مواظب بود که چنین اتفاقی نیفتد، و الا از دل او خرافه بیرون میاد. ما این رو حالا میگیم، این خرافه شناسی رو، نه برای اینکه دین رو به منزله یک خرافه از خرافات بیرون کنیم، بلکه اتفاقا برای اینکه دین رو نگه داریم اما از خرافات بپیراییم. یعنی قصه این نیست. من یکی از دردناکترین برخوردهای من این بود که یه وقتی در جایی راجع به خرافات صحبت کرده بودم، بعد در مجلس پیرمرد بود که عمری رو در ماتریالیسم و کمونیسم گذرانده بود، با یک لحن تشویق‌آمیز و تحسین‌آویزی چنان که گویی کودکی رو می نوازند با من روبرو شد که بله، شما این چند قدم دیگه بیشتر نمانده که به ما برسید. خیلی دردآور بود این، نه از باب این که خب سخنش به قول فرنگی ها چی اون اصطلاح انگلیسی شو حالا کاری ندارم، خیلی جالب نبود، از سر از ارتفاع بالا بود، پترونایزینگ به قول انگلیسی، به خاطر این که بدفهمی بود و بدفهمی که میتوانست تسری پیدا بکنه به دیگران. اینا گمان می برد که آخرش بحث از خرافات به اینجا می رسه که دین هم یک خرافه از خرافاته و لذا زیر پای او رو باید جارو کرد. عرض می کنم و به تأکید عرض می کنم که قصه ما این نیست و نمی تواند باشد. سخن من از موضع ماتریالیسم نیست، از موضع پوزیتیویسم نیست، اینا همه باید روشن باشه، بلکه از موضع یک انسان دیندار است که به خلوص دین علاقمند است، به توانایی دین علاقمند است، در حد توانایی و خلوصی که برای دین لازم است و شایسته و بایسته است، نه توانایی های مزعوم که ادعا می شود. و این دین خالص چنان است که
وظیفه ماست او رو هر روز بپیراییم، شستشو کنیم، کفهایی رو که روی آب نشسته بزداییم، گلهایی رو که با این خاک حاصلخیز آمیخته شده اونها رو کنار بزنیم و گیاه حقیقت در این سرزمین بهتر بروید. سرزمین هم سرزمین ذهن هاست، سرزمین قلب هاست که ایمان ها در اونجا می نشینند. اونها رو باید تصفیه کرد، تخلیه کرد و از اینها پیراست. دیروز اشاره کردم که دینداری معیشت اندیش علل عموم و علل اغلب استثناءات هم داره از خرافات تقضیه میکنه، فربه میشه، چاق میشه، به طوری که شما اگر بخواید خرافات رو از اینها بگیرید مثل اینکه جانشون رو میستانید، ایمانشون رو میستانید. این بدترین فاجعه است که ایمان کسی بر خرافات بنا شده باشد و مبارزه با خرافات رو مبارزه با ایمان بپندارد. همون سخن مولانا که ما به لهو و لاغ فربه گشته ایم. درست مثل این که شما در یک جلسه بخواد سخن جدی بگید، ببینید حاضران سخن جدی نمی طلبند، میخوان شوخی کنن، میخوان غیبت این اون بکنن، میخوان وقت رو به حرفهای بیهوده بگذرانن، رفته رفته به شما پشت میکنن، میگن ما به لهو و لاغ فربه گشته ایم، ما خوراکمون اون حرف هاست، شما چی اومدی ما رو به چیز دیگری دعوت میکنید. اینا رو من میگم که مقدمتا خاطرها به جای دیگری نرود و به قول مولانا تا که کژخوانی نخواند برخلاف. قصه در جای خود با استواری و صراحت بنشیند. خب بگذارید من چند نمونه از خرافاتی که معمولا خرافه انگاشته می شود اینجا براتون بگم، یعنی مصادیق عام و مشهور رو، تا بعد یکی یکی اگر رسیدیم به حساب اینها برسیم و ببینیم که آیا خرافه هستن یا نیستن و اگر هستن به چه سبب هستن، یعنی خرافه کاوی بکنیم. ببینید شما اگر از دید یه پوزیتیویست نگاه کنید، اصل دین رو، معجزات رو، امام زمان رو، ماوراء طبیعت رو، روح رو، جن رو، اشباح رو، اینها رو از جنس خرافات میدونه. خب بدیهی است پاره از اینها نمیتوانن خرافات باشند مطابق اعتقاد دینی، اما اینا میتونن مصادیقی داشته باشن که اون مصادیق خرافی هن. معجزات اصلشون ممکن است، اما خیلی از معجزات منقول خرافات است. روح اصلش درسته، اما خیلی از حرفایی که نام هزار ارواح زده میشود جزو خرافات است. جن اصلش درست است، اما خیلی از حرفایی که درباره جنیان زده می شود، قصه هایی که گفته می شود، اخبار عجیب و غریبی که پخش می شود، اینها همه جزو خرافات است. امام زمان مطابق اعتقاد شیعیان نه سنیان حقیقتیست، واقعیتیست، اما بسیاری از مسائلی که راجع به امام زمان گفته می شود جزو خرافات است. حرف های باور نکردنیست، من درآوردیست، جعلیست، روایات باطله. همین مسجد جمکران که به نام امام زمان دایر شده هیچ اساسی ندارد، هیچ اساسی، حتی یک روایت معتبر درباره این وجود ندارد. اما شما ببینید که چه دکانی شده، یکی از بهترین مجسمه های خرافات در روزگار ماست، اصلا خرافه مجسم و مجسمه خرافه است. اما الان رقیب قم و حرم حضرت معصومه قرار گرفته. من که سالهاست در ایران نیستم، اما شنیدم که زوار اونجا بر زوار حرم حضرت معصومه میچربن و زمینهای اطراف اونها چقدر گران شده. اینا همون معنای خرافه است که در خدمت منافع یه قومی در می آیند و خودشون رو بازتولید می کنند و ایدئولوژی رو که بر این اساس ساخته شده است تقویت می کنند. جمکران هیچی، اما چیزهایی از این قبیل که منتسب به امام زمانه بسیاری از اینها هیچ اساس مستقیمی و استواری ندارد. البته از اهل سنت بپرسید اصل اعتقاد به امام دوازدهم، یعنی یک امام غائب را هم سخن صائبی و محکمی نمی‌شمارند. همچنین جادو ممکنه یک اصلی هم داشته باشه، کمان که در قرآن هم آمده، اما باز بسیاری از اون چیزهایی که به نام جادو و جادوگری گفته می شود مبنای صحیحی نداره. حالا اینا رو که من میگم چرا
برای اینکه اولا شما توجه داشته باشید که خرافه ها گاهی اصلی دارند، یعنی بیپایه بیپایه نیستند، اما اونقدر در اطراف اینها خرافه و دروغ تنیده اند که دیگه حق از باطل شناخته نمی شود. ولذا در یعنی داوری آدمی چنان است که به مردم بگوید کل این رو رها کنید، اصل این فکر رو، اصل این ایده رو رها کنید، برای اینکه اگر 1,000,000مش صحیح باشه اون طرف ناصحیحش چنان میچربد بر این طرف صحیح که بهتر است انسان غیر محقق همه اون رو فرو بنهد و به او اعتنا نکند. مثل اینکه شما در یک کوه زباله مثلا یک گرم طلا در یک جای افتاده باشه، آدمی کوه زباله رو نگه نمیداره به خاطر 1 گرم طلا یا 1 گوشواره طلا که لای این زباله ها قاطی شده، مخلوط شده و غائب شده، معلوم نیست که کجا هست. بسیاری از این اموری که گاه شاید یه وقتی یه اصلی یه حقیقتی حقیقتکی هم داشتن، چنان این زباله های خرافات اطراف اونها رو گرفتن که شما عطا و لقاشون رو باید ببخشید و همش رو وداع کنید و خداحافظی کنید و فرو بنهید و به طرفش نروید. من دیروز اینجا سخن از استخاره گفتم. خیلی از دوستان بعدن از من پرسیدند و البته با این سوال من در جاهای دیگه هم مواجه بودم که خب آیا استخاره هم جزء خرافات است؟ استخاره یک روایت معتبر ندارد. ببینید درسته که اینا شایع و جاری است، میدونم من یکی دوتا روایت داره ولی روایت های نامعتبر. تازه اگر یکی دوتا روایت هم داشت که لازم نمی آورد که ما او رو اعتقاد بورزیم و پایه زندگی خودمون قرار بدیم. خیلی ها اون رو پایه زندگی قرار میدن، تصمیماتشون رو بر اساس استخاره میگیرن. استخاره بله یه اصلی دارد، اون اصلش این است، طلب خیر از خدا کردن. مثلا کلمه استخاره یعنی طلب خیر. شما اگر به صحیفه سجادیه امام سجاد مراجعه کنید در اونجا یه دعایی هست به نام دعای استخاره. این دعای استخاره چیه؟ بخوانید میبینید آدابش این است، میگوید که این دعا رو بخوانید که تمام اون دعا طلب خیر از خداست، بعد هم سجده کنید بگید خدایا من فلان تصمیم رو دارم، بهترین راه رو پیش پای من بگذار. خب این استخاره که از جنس دعاست بسیار هم مطبوع و مطلوب و مقبول است. دعا کردن اصلا مخ عبادت است، مهمترین رابطه است که یک بنده با خدا میگیره، از خداوند طلب خیر کنه، چه بهتر از این. اما استخاره که میونه ما جاری است که این نیست، اصلا کسی نمیره دعا بکنه، کسی نمیره به درگاه خداوند تضرع بکنه، توسل بکنه، میاد به یه آقایی میگه شما سر کتاب واکن، قرآن واکن برای ما، یا با تسبیحت یه چند تا مهره رو پیش و پس کن به من بگو فلان تصمیم بزرگی که من میخوام بگیرم آیا بگیرم یا نگیرم. من یه تاجری رو میشناختم خدا رحمتش کنه قبل از انقلاب، میگفت که این همکاران ما وقتی که یک تجارت بزرگی پیش میاد که نمیدانند سود کلانی دارد یا احیانا زیان دارد، میرن مسجد سید عزیز الله پیش آیت الله خونساری که از مراجع بزرگ بود و در تهران بود، از ایشون میخوان که استخاره بکنه. این آقای تاجر دوست من اهل استخاره نبود، میگفت من به این همکاران میگم که شما برای اینکه جنستون فروش بره این نرخشو 1 قرون بیارید پایین تر، همه جنستون خریداری میشه، انباراتون هم خالی میشه، نمیخوای این کارو بکنیم میریم متوسل به استخاره میشه که آیا بفروشم به این قیمت، آیا نفروشم، میخرن نمیخرن، زیان میکنم زیان نمیکنم. ملاحظه بکنید استخاره جای عقل رو گرفته است، تمام آفت اینه. چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه به قول اینشتین دشوارترین کار برای آدمی فکر کردن است. ما یک معلم خوبی داشتیم به نام آقای روزبه، خدا رحمتش کنه، این جمله رو من از ایشون به یاد دارم، بارها به ما این رو میگفت. میگفت اینشتین فرموده است که، حالا روایت از اینشتین، فرموده است که دشوارترین کار برای آدمیان فکر کردن و به کار انداختن عقل است. ما اصناف حیله ها رو پدید میاریم برای اینکه عقلمون رو به کار نگیریم، چیزی رو به جای عقل بنشانیم. شما حالا برید توی زندگیتون بگردید،
اصناف حیله ها رو، چون به کار انداختن عقل، فکر کردن، استدلال کردن، تحلیل کردن، سنجیدن، زیر و رو کردن مطالب خیلی کار سختی است. همه ما مدعی هستیم که عاقلیم، اما متاسفانه این عقل رو مورد استفاده قرار نمیدیم. مثل جواهراتی توی صندوقچه دربسته زیر بغلمونه، اما هیچ وقت در این صندوق رو وا نمی‌کنیم، هیچ وقت نمی‌بینیم توش چیه. تازه مثل جواهرم نیست، یک کالای فاسد شدنیه که بعد از 20 سال در یک صندوق وا کنیم این اصلا اون جنسا بخار شده، پودر شده و از بین رفته. چون وقتی استفاده نکنیم خوب کند میشه دیگه، ما کمتر استفاده میکنیم. به قول دکارت، همون اول کتابش میگه مردم از خدا در مورد همه نعمتها گله دارن، میگن خدای به ما کم دادی، فقط در باب عقل گله ندارن. هیچ کس نیست که بگه خدایا به من عقل کم دادی. خیلی خوب، همچی لافی که ما در مورد خودمون میزنیم و میگیم خدایا هر چه کم دادی ولی این یکی رو زیاد دادی بهمون، چرا استفاده نمیکنیم پس از این عقل زیادی که داریم، خیال میکنیم داریم و به کار نمیبریمش. وقتی که به کار نمیبریم، جانشین سازی براش میکنیم. هر چیزی که جانشین عقل میشود یک منبع، یک کارخانه خرافه سازی است، هر چه میخواد باشه. وقتی که به شما میگه شما فکر نکن، به جای فکر کردن بیا سراغ من، او یک منبع جانشین، یک منبع رقیب، از من بپرس، از عقلت نپرس، از تجربت نپرس، از من بپرس، راه آسونتر رو به شما نشون میده که خیلی زود شما رو از شر فکر کردن رهایی ببخشه. بدونید که اونجا یک چاله است، یک دام است. با پا نهادن در اونجا دارید پا در یک دام می نهید. حواستون باشه. ببینید استخاره یکی از همین هاست. خب دیگه به شما میگه فکر نکن، تحقیق نکن، ذهنت رو به کار نینداز، نپرس و زحمت نکش. یه راه خیلی آسان، یا آقایی سر یک کتابی رو یا حالا قرآن هرچی میخواد باشه باز میکنه و به جای اون همه فکر و تحقیق و تحلیل به شما میگه بد است یا خوب است. من فیلم های زیادی دیدم از بعضی از آقایون قم، علمای قم، که اولا استخاره کردن رو افتخار خودشون میدونن، یعنی میگن که به اصطلاح ما دستمون خوبه، ما چشممون خوبه. مردم عادی هم چنین گمانهایی دارن، فلانی استخاره هاش خوبه. آقایی بود که 100 خط تلفن داشت در قم، 100 خط تلفن، و این خطهای تلفن لحظه ای از کار نمی افتاد و به این زنگ می زدن چپ و راست از او استخاره. پای تلفن خوب است، بد است، زحمت دارد، زحمت ندارد، همین چیزهایی که شما آشنایید. آقا چاقو دستش بود، میگفت از بس من انگشتم رو به کار بردم برای باز کردن قرآن، اینجای من احتیاج به جراحی پیدا کرده، این تاندونش و اینا همه پاره شده. دیگه با انگشتش یک دونه چاقو مانندی در دست داشت، همطوری نیزه‌ای میزد لای قرآن، صفحه رو باز میکرد. همه فیلمش هستا، نگاهی میکرد و بعدم جواب طرف مقابل رو میداد. یادمه که یک ژاپنی رو، یه خارجی رو برده بودن پیش این آقا که تماشا کنه این صحنه رو، این تئاتر رو، و لابد تحت تأثیر قرار بگیره و قوت اسلام رو ببینه. بعد رو کرد اون آقای عالم، اسمش بود آیت الله گرامی، همه میشناسن، این امر مخفی نیست که من این نام رو میارم، رو کرد به اون شخص ژاپنی و گفت شما مگه میخوای استخاره برای شما هم بکنم؟ اون حاج و واج مونده بود که یعنی چی من استخاره، منظور چیه؟ ولی غرضم این است، ببینید این است که یک چنین سنتی در آمده، یک جانشینی برای عقل ما تراشیده ایم. این یادتون باشه، یک جانشینی برای عقل ما تراشیده ایم که این جانشین همان است که ما خرافه می نامیم، همان است که منبع و کارخانه خرافه تراشی و خرافه سازی است. حالا این اسمای مختلف می تونه پیدا بکنه. کلمه سرنوشت، خب من خودم بارها مواجه بودم با اینکه سرنوشت حق، باطل، راست، دروغ، کج، خرافه است. خب نه، سرنوشت یعنی چی؟ ببینید سرنوشت آدمی همونیست که آدمی به دست خودش پدید میاره. اگر شما گمان کنید که یه نیروی وجود دارد بالای سر حوادث
که علاوه بر نیروی حوادث، نیروی اراده آدمیان، نیروی عقل آدمیان، اون نیرو هم مستقلن کار میکنه تا یک نتیجه رو در دامن شما بگذارد، چنین چیزی وجود خارجی ندارد. این رو ما بهش میگیم ابجکتیفیکیشن یا پرسونیفیکیشن یا پرسونیفیکاسیون، یعنی شخصیت بخشیدن به یه موجودی که موجود نیست. یه ایدهی رو واقعیت پنداشتن، موجودیت بخشیدن، نقش‌آفرین دانستن و از او انتظار تحلیل و توضیح مسائل رو داشتن. شانس و اقبال چی؟ بخت، شانس، اقبال، شگون، روز سعد، روز نحس، ساعت خوب، ساعت بد، اینا چی؟ دقیقاً از همین جنس است. دقیقاً از همین جنس است. یعنی چی؟ یعنی دروغ است، یعنی باطل است، یعنی خرافه است، یعنی هیچ است، پوچ است. اما چنان اهمیتی پیدا کرده، نه فقط میان ما ایرانی ها، مسلمان ها، شرقی ها، همه جای دنیا. یعنی وقتی که شما میبینید توی دیکشنری های همه زبان ها واژه‌ای برای بخت وجود داره، برای اقبال وجود داره، برای سعد و نحس وجود داره، خب پس معلومه تو عموم فرهنگ ها این وجود داره و لابد گویندگان به اون زبان ها و اهل اون فرهنگ ها چنان اعتقادی دارن. باز اینجوری براتون عرض بکنم، خب شانس چیه؟ عموم مردم فکر میکنن شانس یه چیزیست مجزای از خود وقایع، مجزای از خود حقایق و موجودات عالم. باز به صورت یک ابژه، یه موجود، یه نیرو مستقل از نیروهای طبیعت. نیروهای طبیعت کار خودشونو میکنن، اون نیرو هم کار خودش رو میکنه که اسمش نیروی شانسه، اسمش نیروی اقباله یا نحسه، از هر دو سو. و بعد گاهی اون نیرو فائق میاد، پیروز میشه و گاهی هم پیروز نمیشه. لذا گویی که کارهای جهان تقسیم شده است، به دست دو نیرو سپرده شده است. یکی نیروی اراده مردم و نیروی حوادث طبیعی، یکی هم نیروی یک موجود موهومی به نام شانس که یه وقتا شما نشستید هیچ کاری نکردید، اون آقای شانس یا خانم شانس، اتفاقا خانم شانس هم هست، فورتونا در نوشته‌های ماکیاولی مؤنث شمرده میشه، این فورتونا خانم شانس میاد و اون چیزی رو که شما میخواید در دامن شما میاندازه. گاهی هم البته اون خانم خیلی بدجنس و بدکار و حیله‌گر است و چیزی رو که شما نمیخواهید و مطلوب شما نیست میاد و نصیب شما میکند. هر دو گونهش وجود داره. شانس به این معنا البته محض دروغ است، هیچ واقعیتی و موجودیتی ندارد. ما اگر نیروهایی در این عالم داریم، همین نیروهایی است که به هر حال یا در طبیعت میشناسیم یا مثلا ادیان به ما معرفی کردن، اما یک موجودی به نام شانس همچین چیزی وجود نداره. شانس عبارت است از تقارنهای میمون یا تقارنهای نامیمون. یعنی من در واقع دارم میگم که چه چیزی بوده که از تو شانس خرافی رو بیرون آوردن، اون ریشه‌ای که وجود داره کدام بوده. گاهی تقارنهای میمونی در زندگی آدمیان رخ میده، همه جا و همه آدمیان. دو تا حادثه، چند تا حادثه از قضا، یعنی بدون اینکه ما پلنینگی کرده باشیم، ما برنامه ریزی کرده باشیم، هر کدام مسیرهاشون اینا چنان اتفاق میفته که در کنار هم مینشینن و از دل این تقارن یک نتیجه‌ای که مطلوب شماست پدید میاد. ممکن مطلوب شما باشه، مطلوب من نباشه، این درست برخلاف منظور من باشه. برای شما شانس خوبه، برای من شانس بده. اما یک تقارن میمون یا نامیمون حادثه ای نیست که ماوراء حوادث باشه، خود تقارن حوادث است که ما شانس مینامیم. نباید فکر کنیم که علاوه بر تقارن حوادث، تقارن میمون یا نامیمون، یک موجود دیگری به نام شانس باعث این تقارن شده است. این دومی است که اسمش خرافه است و ما متاسفانه میبینیم که خیلی هم مورد تأکید است. بعضیا باور دارن، بعضیا باور ندارن، ولی ریشهش رو وقتی که بشناسید دیگه متوجه میشید که این از کجا برآمده. ریشه اینها این است که، حالا من برای اینکه قدری هم تحلیل در اینجا به دست شما بدم،
هرگاه شما معلولی رو به جای علت بنشانید، تابعی رو به جای متبوع بنشانید، یک خرافه پدید میاد. شانس معلول است، علت نیست. و وقتی که شما اینو علت گرفتید، خرافه سازی میکنید. یعنی وقتی که دوتا حادثه متقارن شدن، اون نتیجه خوب که ما میگیم شانس، معلول این تقارن است، نه اینکه یک نیروی به نام شانس جداگانه وجود دارد که علت این تقارن میشود. این جا به جایی بین علت و معلول چه میکنه؟ خرافه میآفرینه، یعنی یک غلطی رو تحویل ما میدهد. اما در دل این مغالطه، نشاندن معلول به جای علت یا علت به جای معلول، یک مغالطه دیگر هم رخ میده، همون که گفتم پرسونیفیکاسیون. یعنی شما رفته رفته شانس رو تبدیل به یک شخصیت میکنید، یک موجودیت مستقلی به او میبخشید که گویی در جهان وجود داره، و بعد این رو نقش آفرین هم میسازید و تابع و پیرو اونم میشید. بعدم حوادث رو تحلیل میکنید، فلان چیز، فلان کس شانس زیادی داره، فلان کس شانس زیادی نداره، چنین و چنان، که هیچ کدومش نمیتونه اساس محکمی داشته باشه. یک دست از خرافه ها این چنین پدید میان، از طریق جا به جا کردن علت و معلول و پرسونیفیکاسیون. این پرسونیفیکاسیون رو من باید توضیح بیشتری بدم، برای اینکه طبع ما، قوه خیال ما در شخصیت بخشیدن به ایده ها بسیار چالاک و تواناست. باید این رو ما بشناسیم. ما دیدید دیگه، تو تاریکی میریم، میترسیم از تاریکی، میگیم یه قولی، یه جن، یه هیولای، یه چیزی اونجا بود. این چه گرایشی است در ذات ما که احوال سابجکتیو خودمون رو ابجکتیو میکنیم؟ یعنی چیزی رو که در روح ما میگذره به یک موجود خارجی نسبت میدیم. ترسمون که ترسی است که در وجود ماست، میگیم یه موجود ترسافرین در اونجا بود، و بعد این موجود ترسافرین رو چیکار میکنیم؟ یه نامم روش میگذاریم. وقتی هم که نام گذاشتیم، کم کم میگیم پس یه موجودی وجود داره به نام هیولا، به نام قول، به نام دیو، هر چه که هست، و این در تاریکی ها، در ته چاه ها، در ظلمات، در توی حمام ها، اونها اینا وجود داره و یه مرتبه به آدمیان حمله میکنه و اونها رو هلاک میکنه. در حالی که اتفاقی که در اینجا افتاده این است که قوه خیال ما یک سابجکتیو رو ابجکتیو کرده، یعنی یک امری رو که ایده است یا حالت روانیه، در درون ماست، در بیرون حقیقتی ندارد، ما به کمک قدرت خلاق قوه خیال برای او حقیقت ابجکتیو بیرونی و موجودیت مستقل آفریده ایم، نامی هم برش گذاشتیم، و بعداً حالا خودمون پیرو او شدیم. به قول اون شاعر گفت خیشتن نقش دیو می کردند، پس ز بیمش قریب می کردند. خودشون عکس دیو می کشیدند، بعد خودشون هم می ترسیدند. این فکر می کردند راست راستی حالا یک موجود ترسناکه، در حالی که این آفریده خودشون بود. مولانا تو این قصه ها خیلی حرفای خوبی داره که چگونه آدمی چیزی رو که آفریده خودشه استقلال میبخشه. یکی از نمونه های مجسمش بت پرستی بود دیگه. بتان رو خودشون میساختن، بعد خودشون اینها رو خدا میپنداشتن، خودشون هم به اونها سجده میبردن. حالا شما نگاه کنید در طول تاریخ چقدر از این بت پرستی ها صورت گرفته، ولی نه تحت نام بت پرستی، اما با همون جوهر، با همون حقیقت و از با همون مکانیزم. یعنی چیزی که شما آفریدید در پای او سجده می کنید و او رو به خدایی برمی گیرید. مولانا که خب یک عارف بود، از این قصه استفاده های بیشتری هم می کرد، نه فقط برای دفع خرافات، برای اینکه یه خرافات خیلی ناشناخته تری رو به ما معرفی بکنه. می گفت اینایی که دنبال شهوات می رن، اینایی که دنبال لذات می رن، دنبال این زخارف دنیاوی میرن، اینا همون بت پرستانن. لذت تابع وجود ماست، نه اینکه متبوع ما باشه، خادم وجود ماست، مخدوم ما نیست، معلول وجود ماست، علت ما نیست. تحلیلی داشت در این باب، میگفت اینی که ما از شراب مست میشیم، باده از ما مست شد نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او، ما چو زنبوری مقالب ها چو موم. چرا باده از ما مست شد؟
ماییم که اجازه میدیم باد ما رو مست کنه. ما اگر یه فیزیولوژی دیگه داشتیم، شراب الکل ما رو مست نمی کرد. در واقع ما به او اجازه میدیم. دستگاه ادراکی ماست، فیزیولوژی ماست که مثلا من از فلان شیرینی لذت میبرم. اگر یه جوری دیگری بود این زبان من و این سلول ها و نرو ها و اعصاب، شاید من چیزای شیرین رو تلخ میافتم و اینا رو دور میانداختم و نمیخوردم. ما یادمون رفته ما در شیرین کردن شیرین دخالت داریم، ما در مستی بخشی به شراب دخالت داریم، ما اصلا در ساختن این جهانی که مقابل چشم ماست خودمون مدخلیت داریم. تا بدانی کاسمانهای سمی، سمی یعنی بلند، تا بدانی کاسمانهای سمی هست عکس مدرکات آدمی. بدون که این عالم و آسمان‌ها انعکاس ادراکات ماست، یعنی ما نقش خودمون رو بر عالم می‌زنیم. عالم رو این چنین که می‌بینیم ما می‌آفرینیم که می‌بینیم. اگر این چنین باشه که بسیار این چنین است و دانش جدید و فلسفه جدید هم 100% بر این هم صحه می‌گذره، اون وقت مولانا میگه این یک بت‌پرستی جدید است که ما خادم وجود خودمون رو مخدوم بگیریم. اونی که ما آفریدیم به پاش به سجده بیفتیم، انحما که در لذات پیدا بکنیم، دنبال دنیا بریم، همه وجودمون رو صرف چیزهایی بکنیم که در نهایت میبینیم که خود ما با وهم و خیالمون اینها رو آفریدیم. درست مثل دیوی که خودمون بیافریم خودمونم از او بترسیم، خدایی که خودمون بیافرینیم خودمونم به او سجده بکنیم. این نکته فوق العاده مهمی است که ما یادمون باشه که یکی از کارخانه های خرافه سازی ابجکتیو کردن سابجکتیو هاست. سابجکتیو هایی که قوه خلاق خیال ما اونها رو پدید آورده، یک امر خیالی رو حقیقت پنداشتن و این رو ما بهش میگیم پرسونیفیکاسیون. ایده رو واقعیت پنداشتن، ترس رو. ببینید ما در شاعری اصلا یکی از هنرهای بلاغت این است که شما در شعرتون پرسونیفیکاسیون بکنید، یعنی موجود بیافرینید، موجودی که ظاهرا وجود نداره. مولانا استاد پرسونیفیکاسیون بوده است، یعنی این ادبا نوشتند که بیش از هر کس دیگری این رو به کار گرفته. بذارید حالا برای اینکه کامتون شیرین بشه یک غزلی از مولانا بخونم، حرفای تلخ ما شما رو یه وقتی تلخ کام نکنه. در اون غزل فوق العاده لطیف خودش میگوید که من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بیخبری رنج مبر هیچ مگو. بعد اشاره میکنه میگه دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت آمدم، نعره مزن جام مدر هیچ مگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، تو سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفت اون چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برو رنج مبر هیچ مگو. گفتم ای جان پدری کن نه که این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. ببینید این غزل که خب باید خیلی با آب و تاب بیشتر خوند و دقت بیشتری دربارش کرد، من فقط به این نقطش میخوام شما رو توجه بدم. ببینید دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت. مگه عشق یه کسیه، یه شخصیه؟ اینو بهش میگن پرسونیفیکیشن. گویی عشق یه کسیست، یه شخصیست، آمد و گفت که دیوانه شدی. عشق مرا دید و بگفت آمدم، نعره مزن جامه مدر هیچ مگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفت اون چیز دگر نیست دگر هیچ. الی آخر. یعنی گویی که یه موجودی به نام عشق روبروی جناب مولانا نشسته و با او داره گفتگو میکنه مثل یک انسان برابر. خب همه ما وقتی که شعر میخوانیم این رو میفهمیم که این هنر شاعری است، این نهایت ذوق و بلاغت یک گوینده است که میتواند چنین موجودی رو بیافریند، یک موجود خیالی رو خلق بکند. خلاقیت شاعران همینه. اما و هزار اما، فاجعه از اونجای آغاز میشود که این موجود خیالی رو که در
شعر حقیقت داره، ما فکر کنیم که در بیرون هم حقیقت داره، مثل رستم شاهنامه که گمان کنیم که رستمی واقعا وجود داره. در شاهنامه اشکال نداره دیو و رستم و همه اینجور چیزها، اما اگر یه روزی شما رفتید در سیستان و زابلستان، اونجا دنبال قبر رستم گشتید و دنبال اون هفت خانه اون اینا، وقتی که ممکنه عقلا به شما بخندن، یعنی بگن که شما دچار یک خرافه شده اید، چیزی رو که در جای خود درست بوده از جای خود بیرون آوردید، به او جامعی پوشانده اید که اون جامع بر تنش نمی رود و نمی برازد. این قصه مهمی است. ببینید، مهمترین مخزن خرافات خیال ماست، قوه خیال ماست. این قوه خیال وقتی که تصرف در عقلانیت میکنه، یعنی ایده های عقلی رو میگیره و به اونها جامعه های حسی میپوشاند، میتواند بهترین جاذبترین خرافه ها رو برای شما بیافرینه. به شما میگه که سرنوشت یک چیزیست، به شما میگه که شانس و اقبال یک چیزیست، به شما میگه استخاره نیرویست در این عالم، به شما میگه شیطان یک کسیست. ببین همین شیطان که نام بردم، این شیطان مثل همون دیو میمونه که آدمی خودش میسازه، بعدم بهش یک واقعیت مستقل میده. مولانا که خب در موشکافی نظیر نداشت، میگفت که نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. نفس اماره و شیطان یک چیزند، دو صورت پیدا کردند، یا بگیم دو نام پیدا کردند، اینا یکی هستند. در قرآن داریم که ان النفس لامارتون به سو، نفس با چند تا نفس داریم در قرآن، نفس لوامه، نفس مطمئنه و نفس اماره. نفس اماره به سو یعنی اون قوهی که در آدمی است، که قدما میگفتن همون قوه واهم است، که آدمی رو امر به سو میکند، امر به بدی میکنه. و این جمله البته در قرآن از قول یوسف آمده است که وقتی که زلیخا در مقام فریفتن او بود، گفت که ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، من خودم رو تبرئه نمی کنم، برای اینکه نفس گاهی آدمی رو به بدی فرمان می دهد، فرمان می دهد، اماره از امر می کند. خب این از دل این نفس اماره بالسوء، از این ایده یک مفهومی به نام شیطان بیرون آمده است که گویی موجودی در بیرون هست که من و شما رو می فریبد. ما خودمون رو می فریبیم. البته دوائی بیرونی هم وجود داره، ممکنه من یه عکسی ببینم، ممکنه یه کسی سخنی به من بگه، من رو تحریک بکنه، من رو فریب بده. اما اینکه شما فکر کنید علاوه بر اینها یه موجود دیگری به نام شیطان هست که آدمی رو می فریبه، این همون پرسونیفیکاسیون است. ممکنه البته من میدونم در ذهن شما این سوال خب خیلی به قوت الان پدید میاد که پس این قصه ابلیس و شیطان که در قرآن هست و در ابتدای سوره بقره و این که در ابتدای خلقت خداوند به شیطان گفت، به همه ملائکه گفت به آدم سجده کنن، همه کردند و شیطان نکرد و از درگاه خداوند رانده شد و بعد هم در پیشگاه خداوند قسم یاد کرد که من فرزندان این آدم رو راحت نمیگذارم، لاحتنکن ذریته الا قلیلا، جز تعداد قلیلی از آنها به گردن همه آنها کمند گمراهی خواهم افکند، همه رو به دنبال خودم خواهم کشاند، همه رو پیرو خود خواهم کرد. خب این بله، این آدم وقتی این آیات رو میخونه احساس میکنه که یه موجودی به نام شیطان بوده، به او گفتن سجده کن، نافرمانی کرده، سجده نکرده، از درگاه خدا رانده شده و اکنون هم در کاره. اونم چه کاری؟ یعنی خداوند او رو گماشته که آدمیان رو گمراه بکنه. شما میدونید یکی از عللی که علمی به نام علم کلام در میان مسلمانان رویید چی بود؟ همین مسئله شیطان بود، همین مسئله شیطان بود. و چقدر از علمای بزرگی رو به خود مشغول کرد، متکلمان درجه یک، مفسران درجه یک. شما کافیست به تفسیر امام فخر رازی که از بزرگترین متفکران جهان اسلام است، یه دو سه نسل قبل از مولاناست، کافیست به تفسیر او مفاتح الغیب مراجعه بکنید.
در آیات ابتدایی سوره اعراف که ماجرای سجده بر آدم هست و غیره، اونجا میگوید اگر جن و انس جمع بشن، عیناً همین تعبیره، جن و انس جمع بشن بخوان به مسئله شیطان پاسخ بدن نمیتوانند، که خدا چرا گفت سجده کن، او چگونه سجده نکرد، چرا او رو طرد کرد. از همه بالاتر وقتی که یک چنین موجود خبیثی از درگاه خدا طرد میشه، خدا به او مهلت میده که تا روز قیامت مردم رو گمراه کنه. این چه معنا داره؟ نه با عدالت، نه با اخلاق، نه با وجدان، نه با رحمت الهی، با هیچی نمیسازه که یه موجود رو خدا بیافرینه که وظیفش گمراه کردن بندگانش باشه و این بعد از گمراه شدن به جهنم برن بندگانش. آخه این چی یعنی چه؟ همین سوالات رو اونجا مینویسه و چند تا سوال دیگه هم از 8 تا 9 تا سوال اینطوری که یادمه. بعد میگوید که اگر جن و انس جمع بشوند نمیتوانند پاسخ این سوالات رو بدن. تنها پاسخش این است که ما حکمت کارهای خدا رو نمیدانیم و خدا عادل نیست، یعنی فوق عدالت و فوق اخلاق است، ولذا گریبان او رو نمیتوان گرفت که این کاری که آشکارا غیر اخلاقی است چرا کردی. این خلاصه پاسخ ایشان است و پاسخ عموم پیروان مکتب اشعریت. خب مکتب مقابل که مکتب اعتزال باشه و من جمله شیعیان، اونو هم پاسخ خیلی خوبی در این مسئله ندادن دیگه. این شما و این کتابهای قوم مراجعه کنید اگه وقتشو دارید، حوصله‌شو دارید، و ببینید که چه نزاع دامنگستر لاینحلی بر سر این مسئله در گرفته است، که البته در گذشته آتش اینها فروزانتر بود چون دین چراغش روشنتر بود. امروزه که خب این چنین نیست، شاید کمتر هم به اینا بپردازن، مگر افرادی که خب سرشون برای این مباحث درد میکنه. یادمه من مثلا در نوشته های مرحوم آقای جعفری مطالبی رو میدیدم هیچ وقت من رو اقنا نمیکرد، که حالا اومدیم و یعنی سوال میکنیم مسئلتون. آدم آمدیم و شیطان به آدم سجده میکرد و آدم هم از میوه ممنوعه نمیخورد، خب چی میشد؟ دیگه نه آدم به زمین میومد، نه خلقت بشر صورت میگرفت، هیچ کدوم اینا نمیشد. یعنی ظاهراً نقشه خدا اصلا عملی نمیشد اگر همچی نقشه ای داشته. این همون است که مولوی باز با کمال موشکافی میگه از ابتدا نقشه خدا این بود که آدم سجده نکنه، ابلیس سجده نکنه، آدم از میوه ممنوعه بخوره. میخواست این بساط روی زمین رو را بیاندازه، آدمیان رو به زمین در روی زمین بیافرینه، پیامبران رو به وجود بیاره، بهشت و جهنم آخه داشت، کی رو ببره تو بهشت، کی رو ببره تو جهنم، سوخت جهنم با تهیه میکرد. اینا از کافران بود، از گناهکاران بود. اگر احیانا آدم جاگول شیطان رو نمیخورد و از میوه ممنوع نمیخورد، هیچ کدوم اینا نمیشد. اینه که مولانا در واقع اونجا خیلی بحث مهم میداره در گفتگویی که شیطان با معاویه داره، دیالوگش مولاناست دیگه. میگه اصلا تو چی میگی به معاویه؟ میگه معاویه آخه قصه این است که میگه معاویه، خب از نظر اهل سنت معاویه نزد خیلی هاشون محترم است، خال المؤمنین است، خب میدونید دیگه، برادر همسر پیامبر بود، ام حبیبه که یکی از همسران پیامبر بود دختر ابو سفیان بود، یعنی خواهر معاویه. عرض میشود که اونجا معاویه در گوشه قصر خوابیده بود، نمازش نزدیک بود که قضا بشه، یک مرتبه دید یک کسی داره تکان میده و او رو صدا میزنه که بلند شو نمازت قضا میشه. معاویه برمیخیزه، دستور داده بود که تمام درهای قصر رو ببندن که هیچ بیگانه‌ای وارد نشه، ترور نکنه. یه دفعه حیرت زده میگه تو کیستی که تونستی از همین درهای بسته و قفل شده عبور کنی و بیای؟ اونم خودشو معرفی میکنه، میگه من شیطانم. خلاصه میگه خب تو اومدی؟ بسیار خب شیطان، اومدی چیکار کنی؟ گفت خب دیدم نمازت داره قضا میشه، تو رو بیدار کنم. گفت تو شیطان، آخه میشه که دلت برای من بسوزه که نمازم قضا میشه؟ این از تو بر نمیاد، حقیقت مطلب رو به من بگو. و این قصه طولانی است.
گفتگوی مفصلی بین شیطان و معاویه در میگه. در همون اولین بخش های این گفتگو شیطان به معاویه میگه تو منو چی پنداشتی؟ تو فکر کردی من دشمن خدام؟ تو فکر کردی من نافرمانی او کردم؟ تو فکر کردی الان من پشت به خدا، من هنوزم عاشقشم؟ اولا من از روی عشق سجده نکردم، نه از روی نافرمانی. گفتم جز به خدا سجده نمی کنم ولو بنده مقرب خدا باشه. از روی غیرت بود نه از روی نافرمانی. ثانیاً اصلا ماجرا این نبود که تو فکر میکنی، یه بازی بود خدا را انداخت، یه تئاتر بود. دقیقاً اون یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم، در بلا هم میکشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. گر قضا افکند ما را در فراق، کی رود اون سوز و درد اشتیاق. حالا حتی من اگر رانده درگاه معشوق شدم، عشقم پایان نپذیرفته. یه بازی من باختم، نه این باختم یعنی بازی کردم، باختن به معنای بازی کردن. اون یکی بازی که بود من باختم، چون که بر نطعش جزین بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فزود. نطع یعنی صحنه، روی صحنه‌ای که او آراسته بود همین یک بازی رو، همین یک سناریو رو نوشته بود و به منم گفت بازی کن چه دانم در فزود، من دیگه چیکار کنم؟ اصلا داستان رو اینا جور دیگه میبینن و حقیقتش هم همین است. تمام این داستان شیطان و آدم اینا که ما گفتن قصه یک تئاتر است، یک تئاتر ازلی ماوراء تاریخی، نه یک حادثه تاریخی که در آغاز تاریخ رخ داده است. نه شیطانی در اونجا بود، نه آدمی، نه ملائکه‌ای، نه سجده‌ای، هیچ کدوم. یک قصه مثل قصه رستم و اسفندیار، اما از دلش هزاران نکته بیرون میاد، هزاران نکته بیرون میاد. و یکی از نکته ها همان است که حافظ همیشه روش تأکید میکنه که گناه یک نقش بزرگی در خلقت آدم داشته، یک نقش بزرگی در عالم آفرینش داشته. لذا به گناه، گناه رو به خردی نگاه نکنید، خیلی نقش داره در این عالم. اینی که شما حقیر میپنداریدش، اینی که شما فکر میکنید که گناهکار رو باید تخطئه کرد و ملامت کرد، در دستگاه آفرینش این خبرا نیست. در دستگاه خلقت از کفر ناگزیر است. آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. خب اینا خیلی نکات پس پرده است، رازهایی است که این بزرگان گشوده اند. اما شما اگر نخواهید این چنین کالبد شکافی و رازشناسی بکنید، خب مجبورید بگی شیطان یه شخصیه، اونجا ایستاده میاد ما رو گول میزنه. این رو که بگید ممکنه خودتون رو ظاهرن و موقتاً راضی کنید، اما مسائل کلامی کلان و فربهی رو دیگه پدید آوردید که جوابشو نمیتونید بدید. خدا چرا شیطان آفرید که به جون ما بندازه الی یوم القیامه و بعدم ما رو به جهنم ببره؟ که چرا حرف شیطان رو گوش کردید؟ نه، خدا شیطان نیافرید، همین ماها رو آفرید، همین ما و این نفس اماره ما رو. و این نفس اماره ما که میزان می شود، موزون می شود، بلنس می شود با نفس لوامه ما، با نفس مطمئنه ما، و اینها با یکدیگر در چالش قرار می گیرن که گاهی این می چربه، گاهی اون می چربه، مثل مجنون با شتر، همطوری که مولانا میگه همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هر. مجنون میرفت به دیدار لیلا، سوار شتر شده بود، شتری که یک کره ای داشت که این کره از پس روان بود. چهار قدم می شتر جلو میرفت، دوباره چهار قدم به طرف کره خودش برمیگشت. یه دفعه مجنون متوجه شد که سالها تو بیابون مونده، یک قدم هم پیش نرفته. گفت بالاخره من باید تکلیفم رو با این شتر روشن کنم. بله، خودش رو سرنگون از شتر به پایین افکند، آنچنان افکند او خود را به زیر که مخلخل گشت جسم اون، یعنی شکست دست و پاش. پای خود را بست و گفتا گو شوم، یعنی مثل توپ همچو گو غلطان به کویش می روم. زین کند نفرین حکیمش خوش سخن، بر سواری کو فرو ناید ز تن. تن یعنی همون نفس اماره، سوار بر این نفس اماره و تن یعنی عقل آدمی و نفس لوامه. حکیم خوش سخن نفرین می کند بر سواری که از این مرکب پیاده نشود، یعنی همینطور در جا بزند و بزند و بزند و یک قدم پیشتر نرود.
ببینید این از این قصه شیطان است. حالا ما قوه خیالمون، قوه خیالمون وقتی که به پرواز در میاد از این موجودات الی ماشاءالله میآفرینه و در مقابل آفریده خودش تعظیم میکنه و معزل میآفریند برای خیشتن، نه اینکه یه موجود رو به جهان افزوده. من نکته رو عرض بکنم، یک حکیم انگلیسی قرون وسطایی هست به نام ویلیام آف آکام. آکام یکی از این شهرهای اطراف لندنه، من یه وقتی هم ساکن بودم مدتی در اونجا. این آقای ویلیام آف آکام، ویلیام آکمی، یک اصلی داره، یک قاعده‌ای داره در فلسفه، خیلی قاعده مهمی است و به اون میگن تیغ اوکام، تیغ اوکام، آکامز ریزه، تیغ اوکام. مفاد این قاعده این است که بر جهان چیزی نیفزایید که در اون نیست، یا دنیا رو شلوغ‌تر از این که هست نکنید، با همین نیروهای موجود حوادث رو تحلیل کنید، نه اینکه یه نیروی اضافه از خودتون خلق کنید بعد به تحلیل حوادث بپردازید. این چه تحلیلی شد؟ وقتی که میخواید بگید چرا فلانی اون کار بدو کرد، خب تحلیل روانیش بکن، تحلیل اجتماعی بکن، تحلیل ژنتیک بکن، هر چی که بلدی. چرا یه موجود چهارم و پنجم و دهمی رو بیرون خلق میکنی و سر بدکاری و گناهکاری این رو در اون موجود میدونی که تو دنیا نیست اما شما شلوغترش کردی؟ Entities are not to be multiplied without necessity. این اون سخن ایشان است. موجودات جهان رو بی جهت نباید افزونتر از آن کرد که هستند. این خیلی اصل مهمی است. وقتی که شما یک حادثه ای رو با سه قانون میتونی تحلیل کنی، بی خود یه قانون چهارم چرا وضع میکنی؟ وقتی هم نمیتونی چرا یه چیز دیگری رو از خودت میسازی؟ این اصل رو ما اگر پیش چشم داشته باشیم، با این میتونیم این تیغ اوکام خیلی از این خرافات رو، خرافاتی که محصول قوه خیال ماست، سابجکتیویتی ها رو ابجکتیو میکنه، پرسونیفیکاسیون میکنه، بیرون از حوزه علم، بیرون از حوزه شعر میاره، اینها رو به حوزه علم میاره، به حوزه تجربه و به فلسفه. بدترین دشمن فلسفه که ابن سینا هم در سخنانش گفته بود که من از یک یادم نیست از چند سالگی به بعد دیگه داستان نخوندم، برای اینکه داستان ها مخلوق قوه خیالن و برای یک فیلسوف قوت خیال مضر است. مضره. پیور رشنالیتی، عقلانیت محض در اونجا باید باشه که به ایده ها صورتهای خیالی نبخشه و این صورتهای خیالی رو حقیقت نپنداره و به دیگران به صورت یک واقعیت نفروشه، تحلیلهای خودش رو از حوادث جهان بر اونها بنا نکنه. حالا شما ببینید اگر در دل خرافاتی که دارید و شنیده اید یا میشنوید برید، با این فرمول هایی که من به دستتون میدم میتونید بهتر اینا رو کاوش کنید. پس تا الان من سابجکتیو رو ابجکتیو کردن، خادم رو مخدوم کردن، علت رو معلول کردن یا معلول رو علت کردن، اینها رو گفتم که جزو مکانیزم های خرافه سازی است، خرافه هایی که جا میفتن و ما رو به این وهم می افکنن که گویی حقایق اشیا رو شناختیم. یکی دیگرش که از همه مهمتره و بیشتر از همه تماس با اندیشه دینی داره، این از طبیعی رو ماورای طبیعی کردن، ماورای طبیعی رو طبیعی کردن. خدمت شما گفتم ادیان دیوار به دیوار ماورای طبیعتند، یعنی چون اعتقاد به غیب دارن، بالاخره موجودات نامرئی، خداوند که نامرئی ترین موجوده، تا بیان پایین تر رو به ملک برسیم، به روح برسیم، به جن برسیم، به عالم آخرت برسیم، به بهشت برسیم، به جهنم برسیم و به بسیاری از این موجوداتی که میشناسیم، یعنی نامشون رو ما در کتب و متون دینی دیده ایم که در همون محدودهی که این کتاب ها معرفی میکنن اینا اوکی هن. حالا در باب اوکی بودنشون بعداً بیشتر صحبت میکنم، ولی فعلا علل اجاله مفروض میگیریم.
اما فراتر رفتن از اینها یا اینها رو از جای خودشون بیرون آوردن، نسبت‌هایی به اینها دادن که این نسبت‌ها به اونها نمی‌چسبه، و از همه مهمتر ماوراء طبیعت رو در عرض طبیعت نشاندن، این منبع خرافه است. بازم تکرار میکنم، ماوراء طبیعت رو در عرض طبیعت نشاندن. ماوراء طبیعت در همون ارتفاع ماوراء طبیعت که هست در جای خیشتن است، مشکلی نداره. اما اگر شما اینو اووردید پایین، ببینید مثال خیلی سادهش که ما زیاد تو کلمات اونم هست دیگه، اونجا داشتم میخوردم زمین، خدایی بود که نخوردم. یعنی چه خدایی بود که نخوردم؟ یعنی مثل اینکه یه موجودی به نام خداوند رو ما درست کردیم، برای تصادفاتی که نمیدونیم علتش چیه یه مرتبه پای خدا رو میکشیم وسط، خدایی بود که اینطوری نشد، فلانی فلان کار کرد خدا زد تو سرش، فلانی فلان کار رو کرد خدا به مالش برکت داد. چقدر این از این حرفا ما توی ضرب المثل همون داریم، دیدید؟ میگم مثلا مال دزدی برکت نداره. چرا برکت نداره؟ میخورن و آبم روش میخورن و میرن تو کانادا میشینن و کیف میکنن همه اینا. بعدم ما میگیم مال دزدی برکت نداره. چرا برکت نداره؟ یا هر کی هر کار بدی بکنه تو همین دنیا مجازاتش رو میبینه؟ نه والا نمیبینه. خیلی ها کارهای بد، ظلم های خیلی بزرگ کردن، هیچ خمی هم به ابروشون نیومد. حالا اونا که به جای خود، بسیاری از موجودات و در صدر همه خداوند رو ما خیلی تخفیف درجه میدیم، خیلی پاشو میکشیم وسط حوادث. همین که گذشتگان میگفتن که بارون خدا میفرسته، برف خدا میفرسته، به معنای غلطی، یعنی که انهو شما نباید دنبال کشف علل اینها برید، خدا بارون رو میفرسته. یک آقای کتابی نوشته بود، گفته بود که خیلی خوب، حالا فرض کنیم که بارون از بخارات روی زمینه، از دریاها میره به آسمان، اینن به همین جمله، ملعون برف را چه میکنی؟ خیلی خوب، بارون از بالا، و برف چی؟ برف هم از روی زمین میره بالا. خب اینو میگفت برای چی؟ یعنی که پس اونو خدا میکنه. من خیلی دارم، مثلا خدای بچه به ما داد، من حالا حرفی ندارم سر این که شما اینا رو به خدا نسبت بدید، ولی قصه به این سادگی نیست. خدای بچه به ما داد یعنی چی؟ بالاخره بچه با همین سازوکار طبیعی و فیزیولوژی و اینا پدید میاد دیگه. به یه اعتبار همه کارا رو خدا میکنه، شکی نیست، همه کارا رو، این همین الان اینجا که ما نشستیم، بنای این ساختمون، وجود این ساختمون، وجود تک تک ما، مقومش خداونده. ولی از ارتفاع ماوراء طبیعت، وقتی که شما در دل طبیعت میاید، این از اون بخشای خیلی دقیق و ظریف فلسفه متافیزیکال است که اگر آدم نفهمه اون خلط ها رو میکنه و اون فاجعه ها رو میآفرینه. یکی از دوستان ما از استادان جامعه شناسی خودش برای من میگفت، اکنون هم در ایران استاد جامعه شناسی است، میگفت یک بار در لندن صحبت میکردم راجع به انقلاب ایران و اینکه این انقلاب چگونه رخ داد، به تعبیر خودش نیروها چگونه بسیج شدند و در کنار هم آمدند و چنون پتانسیل و انرژی قوی پدید آمد و نظام شاهنشاهی بر افتاد و منقرض شد. گفت من علل اجتماعی اینها رو توضیح میدادم که ماجرا چگونه بود، مثلا رساله دکتریش در این باره بود، و ما همه اینا رو گفتیم و دونه دونه و به شرح و تفصیل و بیان و استدلال و نمونه و آمار و همه این چیزا. خلاصه از منبر اومدیم پایین رو، بعد میگفت یک روحانی وسط جمعیت بود، من که میامدم که به راه خودم برم، بلند شد و گفت ولی آقای فلانی شما همینا رو گفتی درست، ولی انقلاب ما الهی بود. این همون حرفیست که من میخوام بزنم، این همون علوم انسانی اسلامیست که آقایون میخوان بسازن، این همونه. یعنی شما برای ما از نیروهای اجتماعی و اینا حرف نزن، اونا رو هم گفتی، هنوز یه چیزی خالیه جاش، یعنی که انهو خدا یه جای خالی رو پر میکنه. یه همه حرفیست که فرنگی ها خیلی زودتر از ما دریافتن، نامش گذاشتن God of Gaps، خدای خلأها. یعنی شما در تحلیل های علمیتون خلعی پیدا میشه، یه جایی رو میبینید دیگه با هیچ قانون و قاعده تا کنون نمیتونید توضیح بدید، علمتون نارسایی داره، پای خدا رو میکشید وسط. این همون کاری بود که نیوتن میکرد. این دیگه تو تاریخ علم دیگه مثل کفر ابلیس مشهوره،
جناب نیوتن میدونید دیگه، خب همه مسائل فلکیات رو که حل نکرد، خب تئوری جاذبه‌ش اینا بسیار عالی بود و خیلی خیلی کارساز، ولی استابیلیتی سولار سیستم یعنی این نظام منظومه خورشیدی، این که چرا استیبله، یعنی چرا قرن هاست، ما نمیدونیم میلیون ها ساله که این برپاست، این سیارات از جای خودشون در نرفتن، انرژیش به پایان نرسیده، جابجا نشدن، خیلی مسئله مهمی است این. تا امروز هم تقریبا این مسئله حل نشده است، چون میدونید تئوری نیوتن بیشترین کاری که میکنه جاذبه بین دو جسم رو تحلیل میکنه، دو جرم رو. اگر این دو جرم سه جرم بشن، چهار جرم بشن، دیگه تئوری نیوتن نمیتونه اونا رو حل کنه، مسائلش رو. یه همون چیزی که توی علم مکانیکش میگن منی بادی پرابلم، پرابلم منی بادیز، یعنی چند جرمی، چند جسمی، و علاوه بر اینها مسائل دیگه. خب نیوتن چی میگفت؟ میگفت بله، اگر که این منظومه شمسی به حال خود نهاده شود، رفته رفته کلپس میکنه، اینا میفتن سیارات روی هم و این منظومه از بین میره. اما هر چند وقتی خداوند وارد عمل میشه و این سیارات رو دوباره جا میندازه و مانع میشود که از مدارشون بیرون برن. چون تئوری علمی او تحلیل درستی از این قصه نداشت، تا امروز هم تحلیل کاملی هم وجود نداره، پای خدا رو کشید وسط. اینا اسمشو گذاشتن God of Gaps، خدای خلأها، خدای رخنه پوش به تعبیر یکی از مترجمین ما. و در کلام، در الهیات مسیحی یکی از انگهاییست، یکی از ننگهاییست، یکی از رنگهاییست که به این گونه تحلیل ها میزنند، یعنی از میدان خارج میکنند، که حقیقت هم همین است، نباید اینا رو پذیرفت. من دیدم یه عده‌ای که با تئوری داروینی مبارزه میکنن اینان از همین موضع، خیلی موضع غلطی است. ببینید تئوری داروینی راست باشه یا غلط، تکلیفش باید علم مشخص کنه. شما نمیتونید بگید که این تئوری باطله چون در یه جایی تو این مسیر، در این پروسه تکامل موجودات خدا اومده اون وسط. این شیوه باطل است، این خرافی است، ماورای طبیعت رو به جای طبیعت نشاندن است، در عرض طبیعت نشاندن است. بسیاری از خرافات ما، خرافاتی که به اسم دین در میاد، از این جنس است. توجه میکنید تئوری داروینی رو شما به منزله یک عالم، یک بیولوژیست میتوانید مورد سوال قرار بدید، مورد نقد قرار بدید. کی گفته نمیتونید؟ اونم یه تئوریه. اما نقدش از چه راهی است؟ از راه ماورای طبیعت نیست، از راه خود طبیعت شناسیه. باید بگید که این تئوری حوادث طبیعی رو چنان که میشناسیم توضیح نمیده، یعنی به طور کافی توضیح نمیده. بعد به جاش تئوری طبیعی دیگه بگذارید، نه یک تئوری ماورای طبیعی. از کی تا حالا وارد ماورای طبیعت شدن علم تجربی شمرده شده است؟ اینا همون خطاهایی است که ما باید بشناسیم، خیلی هم دوچارش هستیم. من حالا براتون دیروز گفتم که بر منابر ما خرافه ها فراوانه. یک دست خرافات که همون معجزات و کرامات و شدهایات و طامات است که میشمرن، که خب از هر من الشمس برای اهلش. اما خرافات ظریف در اینجا وجود داره. پای ماورای طبیعت رو در عالم طبیعت باز کردن و نیروهای ماورای طبیعی رو در عرض و اداد نیروهای طبیعی نشاندن، همونیست که آفت اندیشه های دینی است. و هر روز یک تعارضی بین علم و دین میآفریند. امروز شما اینو حل کردید، فردا چیزی تازه پدید میاد در عرصه اقتصاد، در عرصه تاریخ. خود تاریخ همینطوره. شما شاید امروز اصلا براتون این مطرح نباشه که چرا یه جنسی گرون میشه، چرا یه جنسی ارزان میشه. و این قانون ساده عرضه و تقاضا احتمالا به همه ما توضیح داده است که گرانی و ارزانی به چه سبب است. حالا اسباب دیگه هم داره، ولی هیچ وقت به این آسانی نبوده توضیح این مسئله. اصلا اینجوری نبوده. شما به کتاب‌های کلامی گذشته اگر مراجعه کنید، کتاب‌های الهیات یک باب دارن در باب اسعار، یعنی نرخ اجناس، و اونجا توضیح میدن که نرخ اجناس به دست خداوند است. برای من و شما امروز اصلا این باور نکردنی است، ولی باور کنید که روزگاری گذشته است که قصه این چنین تحلیل می‌شده.
ولی امروز نه. یا مثلا فرض کنید وقتی که در این آمریکا تو قرن 19 واکسیناسیون آغاز شد، این واکسن ها کشف شدن، مراحل اولیش، کلیسا جلوشو گرفت، گفت شما دخالت در کار خدا میخواید بکنید. اگر قرار است کسی بیمار بشود و در اثر بیماری بمیرد، به شما چه که میخواید پیشگیری بکنید؟ یعنی مثل اینکه من با این کار خودم دست خدا رو دارم میبندم، یه کاری رو که اون میخواسته بکنه من اجازه نمیدم بکنه. شما میبینید چه خداییه. ولی این هم خدایی بود که کلیسا داشت، همون خدایی بود که خیلی از عالمان مسلمان داشتن، یهودی داشتن. خداشناسی در اینجا بسیار امر ظریفی است، یعنی این مرز طبیعت و ماورای طبیعت رو شناختن و حد نگه داشتن و اینها رو به یکدیگر مخلوط نکردن. دیروز از قول مولانا براتون ذکر کردم که جوی صافی در کنار خون روان، گفتم که گر در او گا میزنی بی احتیاط، شیر تو خون میشود از اختلاط. این جوی شیر صافی در کنار جوی خون روان است، بی احتیاطی کنی و پا بزنی این شیرهات همه نجس میشه، خونها میره درو. اینن قصه طبیعت و ماورای طبیعت است. یک چنین مرز ظریفی است، اندکی بی احتیاطی همه چیز رو وارونه خواهد کرد و ما رو به فاجعه مبتلا خواهد کرد. خیلی خوب، ظاهرا سخن امروز به درازا کشید. دوستان عزیز امیدوارم ملول نشده باشن. دنباله هایی دارد این سخن که اونها رو به فردا میسپریم. فعلا من همین این غزل حافظی رو که به یادم میاد که میگه سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه، تا که بنده طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه، بده کشتی می تا خوش براییم از این دریای ناپیدا کرانه. و در آخر میگوید که وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه. این فسون و فسانه یه عبارت اخرای خرافاته، ولی گاهی البته برتر از اوست. او اشاره خیلی ظریفی و حکیمانه ای داره که وجود آدمی یک معمایی است، یک معمایی است. و واقعا همینطور، من قدری از این خلاقیت خیال آدمی رو برای شما گفتم که چگونه خرافه میآفرین و چگونه شعر میآفرینه و هنر میآفرینه، من همه اینا دیوار به دیوار یکدیگرن. این وجود رو اگر شما بخواید تحقیق کنید و تحلیل کنید، اصلا چیزای افسانه‌ای از توش میاد بیرون. تحقیقش فسون است و فسانه، یعنی یک چنین موجود کامپلکسی ما هستیم که با شناختن خودمون میتونیم دنیایی که خودمون آفریدیم رو بهتر بشناسیم. دنباله کلام رو انشالله بعدن خواهم گفت. بله، به قول مولانا، این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله. خب حالا سوال جواب دوستان که بفرمایید. خیلی تشکر آقای دکتر. من سوالم اینه که اساسا به خرافات از این کنار بگذاریم، به یه مکانیزمی برسیم که بتونیم واقعا دین رو از همه خرافات خالی بکنیم. واقعا چی چیزی میتونیم بگیم؟ خب شما یعنی میخواید بگید پس همش خرافاته؟ خب شما اینو گفتین. واقعا چون ما این بحث فعال و هویت یه اندیشه ایست دیگه. خدا اعتقادشون رو که کلن همه چیز رو یعنی رسیدن به اصل دین، به صدر اسلام، چیزی که اصلش بوده، به این که یعنی تمام اون چیزهایی که با عنوان سمبول حالا شاید خرافات بشه اسمش گذاشت، اینا همه رو برداشتن تش شده مثلا یک چیز جامدی که مثلا هیچ روحی هم توش نبوده. من نمیخوام اینو بگم، ولی میخوام بگم واقعا تش چی میمونه اگه ما بخوام همه رو بزنیم. ببینید، خوب مثال زدید. این وهابیه، خب اینا همون خشکمغزان جدیدن، تقریبا مثل اخباریه ما میمونن، ولی البته از اونها خشکمغزتر. اینها بله معتقدن که به سلف صالح باید پیوست، یعنی به گذشتگان نیکوکار خودمون که اصحاب پیامبر بودن
چون معتقدند ما هرچه از نسل اول و نسل دوم دورتر شدیم بعد از پیامبر به خرافات و به اباطیل آمیخته تر شدیم، لذا باید غربالی به دست گرفت و همه اینهایی رو که پس از پیامبر پدید آمده دور ریخت. در یه چیزایی هم اتفاقا رأی صائبی داشتند، یعنی نباید انکار کرد. یکی از مهمترین محرک های وهابی ها صوفیان بودند. اینها با تصوف مبارزه کلانی کردند و باید سپاسگزارشون بود. دنیای عرب رو در اون روزگار یک تصوف منحطی فرا گرفته بود. حتی هند رو، پاکستان رو، شما اگر آثار اقبال رو نگاه کنید، یکی از نقطه های اصلی مبارزش با این تصوف به قول او فقر پسند، عریانی پسند بود که تبلیغ میکرد از دنیا کناره بگیرید، عریانی رو، جامه نداشتن رو، خانه نداشتن رو، اینها رو برمیگزیدن. در شعر اقبال هست که بگذر از فقری که عریانی دهد و طلب فقری که سلطانی دهد، برو دنبال یه شیوهی که تو رو سلطان عالم بکنه. میدونید اقبال به هر حال طرفدار قدرت بود، طرفدار جلال دنیوی بود، علاوه بر خب ثواب اخروی. یکی از انگیزه های وهابیت مبارزه با خرافات بود و تصوف رو از این خرافه ها میدونست. خب این خوبه، میدونید وهابی ها با کرامات اولیا و اینا کاملا مخالف بودن. اینایی که تو این کتاب های صوفیه پر است و مثلا این تذکرت الاولیا شیخ عطار شما بخونید، البته فقط اون نیست که این صوفیان چه کراماتی، اون یکی میگه من شب میرفتم آسمان پیش خدا، اون یکی میگه نمیدونم در همین باب مثلا ابو سعید ابوالخیر، در باب شبلی، در باب کی چه چیزها نوشتن. اینا از دم با اینا مخالف بودن. البته مشرب معتزله هم همین بود. تا اینجاهاش خوبه، اما اینا به قول اون فلانه گفت they proved too much. اینا یعنی این تعمیمی که دادن باطل بود. گفتن فلسفه هم خرافه است، عرفان هم خرافه است. اینا رو هم جارو کردن و دور ریختن. از اینجا بود که کار غلط شد، یعنی راه رو غلط رفتن. مبارزه با خرافه، من جلسه قبل عرض کردم، مثل جراحی چشم میمونه. بسیار ظریفه، اندکی آدمی خطا کنه چشم کور میشه. از اون ور اگر حسن عمل داشته باشه چشم بیناتر میشه و بینا میشه. اینا خب در یه جایش و تا اندازش رأیشون صائب بود، ولی از جای به بعد تعدی کردن، تجاوز کردن، پاشون گلیم خودشون درازتر کردن و همون خشکی بیابانی رو حاکم کردن بر اندیشه های اسلامی. به این معنا شما حق دارید، یعنی که مبارزه با خرافات نباید تا حد وهابیت کشیده بشه. اونا خب میدونید به هر حال حجاز نشین بودن دیگه. حجاز هیچ نیروی فکری فلسفی پدید نیاورده. خود یکی از روشن فکرای عرب رو، مال حجاز رو، مال جدید همین به اصطلاح عربستان سعودی که من دوست ندارم، این مملکت رو به نام یه قبیله گذاشتن، عربستان سعودی، یکی از روشنفکرانشون سخنرانی میکرد، من گوش میکردم، میگفت ما عربا به جهان فقط جنگ هدیه کردیم. ما عربای حجاز فقط لشکر کشیدیم بر اون بر. ما نه فکری دادیم، نه فلسفهی دادیم، نه عرفانی دادیم. راست هم میگه. اینا تمام عرفای اسلام، فیلسوفان اسلام، متفکران اسلام مال بیرون جزیره العرب بودند. و این احتمالاً یکی از زیرکی‌های عمر خلیفه دوم بود که آمد لشکرکشی کرد به بیرون از جزیره العرب و این اسلام رو پراکند. اگر نه پراکنده بود توی جزیره العرب خفه شده بود. توجه می‌کنید نمی‌مون، چیزی ازش باقی نمی‌مون. گرفتار دست همینا می‌شد و مثل یه چاهی که آبش تموم میشه میخشکید و از بین میرفت. اومد اسلام با تمدن مصر، با تمدن ایران، با هند اینا آشنا شد و بعد خب متفکران برخواستن و این دین رو تقضیه کردن و به تعبیر من تجربه نبوی رو بسط دادن. بزرگترین فیلسوفان اسلام از ایران برخواستن. حقیقتا عرب ها یکی دو تا فیلسوف، یکی ابن رشد، یکی الکندی، که غیر از اینا نداشتن. ملاحظه بکنید غرض من این است، اون کار خطایی که وهابیت کرد این بود که بر اینها هم قلم بطلان کشید. این خیلی غلط بود. بله وقتی چنین دیانت خشنی رو
تحویل داد که فقط یک فقه خشک ناپالوده زنگ زده اجتهاد نپذیرفته ای رو در میان گذاشت، تفکر فلسفی و عقلانیت رو هم که دور ریخت، وقت نتیجه این شد که الان شده. ما بین قوای مختلف فرهنگی و تمدنی باید توازن برقرار کنیم. این عدم توازن موجب این وحشیگری ها میشه. ما در ایران خودمون، من یه وقتی 20 چند سال پیش مقاله نوشتم تحت عنوان سه فرهنگ، شاید شما دیده باشید، گفتم که ما امروز در ایران واجد و حامل و ساکن سرزمین سه فرهنگی، یکی فرهنگ غربی، یکی فرهنگ اسلامی، یکی فرهنگ ایرانی. خب اون دوتا که قدیمی ترن، فرهنگ غربی هم یک قرن دو قرنه که در کنار اونها آمده و نشسته. هیچ یکی از اینها رو بر اون دوتای دیگه نباید تفوق داد و گفت یکی حاکم و بالا دست، اون دوتای دیگه زیر دست. درست برعکس، همه اینا باید در کنار هم باشن و همیشه هم ما این کارو میکردیم. یعنی در گذشته ما یه توازنی بود و خیرش هم به همه میرسید، هم به دیندار و به غیر دیندار. عربستان این کارو نکرد. از فقط فرهنگ عربی خودش که در واقع همون فرهنگ اسلامیش بود، چیزایی که به نام فلسفه و غیره از جاهای دیگه یه عالم اسلام اومده بود، اینا رو هم طرد کرد، بیرون ریخت. نتیجهش این شد که الان شده است. میتوانست این چنین نباشه. بله، یک دفعه خرافاتی کردن، اما خیلی چیزا رو خرافات بنداشتن که نباید میبنداشتن. بله آقای شامفر، شما گفتید که پای ماورا و طبیعت رو طبیعت نباید باز کرد. من سوالم اینه که این مفهوم خیر و بد، همین باز شدن پای ماورا و طبیعه به طبیعت نیست؟ و اگر هست، این استثناست و دیگه این دیگه نباید پاش باز بشه یا چی؟ چرا میگید خلقت؟ این خب اگر خدا خلق کرده، یعنی یک ماورا طبیعه یه بار در عالم، یعنی اصلا خلق عالم یه نوع دخالت در طبیعت، اصلا خلق خود طبیعت رو به وجود آورده دیگه. بله. اگر یک بار این کار رو کرده، چرا فکر نکنیم که مثلا دوباره این کار میکنه؟ یعنی که شما میگید که این استثناست، یه بار این اتفاق افتاده؟ نه، استثنا نیست و همون یه باری هم که شده دخالت ماورای طبیعت در طبیعت نبوده. ببینید، خلق کردن طبیعت یک امر، آمدن و نشستن در طبیعت یک امر دیگر است. ببینید، خداوند یه نیروهای طبیعی خلق کرده که مجموع نیروها و قوانین علمی و طبیعی اسمش میشه طبیعت، ولی خودش یکی از قوانین طبیعت نیست. توجه کردید؟ لذا خالق قوانین طبیعت خداوند است، اما خودش یکی از قوانین طبیعت نیست. به این معنا دخالتی در میان قوانین طبیعت نکرده و نمی‌کند. یعنی یک بار ساختن و دیگه ساخته و دیگه دخالت نخیر. یعنی در عرض علل طبیعی دخالت نمیکنه. بله. بله. بله، عرض کردم در عرض علل طبیعی نداره. من توضیحات زیادی راجع به دعا دادم که امیدوارم مراجعه کنید. چندین سخنرانی من دارم، نوشته هایی در این باب دارم. یکی از معضلات مفاهیم دینی است دعا و اینکه ما چگونه با خداوند تماس میگیریم و خدا چگونه جواب دعای ما رو میده. در اونجا هم شما اگر به فیلسوفان مراجعه کنید، شاید راه حلشون رو بپسندید، شاید هم نپسندید. ببینید، دعا یک آموزه خالص دینی است. یعنی ما در فلسفه چنین چیزی رو نداریم. خدای فیلسوفان خدایی نیست که بتوان با او سخن گفت، از او درخواستی کرد، به درگاه او نیایشی برد یا به دعا چیزی رو از او خواست. این چنین نیست. به خدایش در یک مرتبه خیلی عالی نشسته و گویی که جهان رو نظاره میکنه. اما خدای ادیان خدای فعالیه، یعنی در جهان دخالت میکنه. اما چگونگی دخالت او باز یکی از مسائل خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. و من اگر بخوام اینجا اعترافی بکنم، این است که من نمیدونم چگونه دخالت میکنه در این عالم و دعاها رو چگونه مستجاب میکنه. منتها چون پیامبر اسلام
این رو گفته، همه پیامبران گفتن، من میپذیرم، چون قرار نیست حالا عقل ما به همه چیز برسه، به این یکی نمیرسه، اما چون همه انبیای الهی دعا رو ترویج کردن، تبلیغ کردن، توصیه کردن، ما رو دعوت به دعا کردن، چیزی نیست که ما به دلیل اینکه خودمون مکانیزمش رو نمیدونیم او رو فرو بنهیم. اما مثلا یک فیلسوفی مثل کانت خیلی به صراحت میگفت دعا غلطه، معنا نداره آدم خدا رو دعا بکنه. فیلسوفان دیگه هم تقریبا رأیشون این بوده. تو جهان فلسفه این راهی نداره. در عالم تجربه اما راهی نداریم براش، چون یه امر تجربی نیست. ما فقط این رو به اعتبار پیشوایان دین میتونیم بپذیریم، چیزی بیشتر از این نیست. مکانیزم علمی یا فلسفیش هم برای ما یا دست کم برای بنده ناشناخته است. خب من در آثار فیلسوفانم تأمل کردم، تحقیق کردم، چیز دندانگیری گیر دندان من نیامده است، ولذا تحلیلی من ندارم برای دعا. چون تحلیل یعنی یا در چارچوب موازین و مفاهیم فلسفی چیزی رو توضیح بدیم یا علمی، نه این تحلیل من ندارم. بله آقای دکتر، حذف تمام خرافه ها با توجه به این که تعریف ماست، شاید خرافه نیست، ما احساس بکنیم خرافه، حذف تمام این خرافه ها لازمه؟ یا توضیح بیشتر بهتر بخوام بدم، منظورم این است که ما در علم پزشکی درمانی داریم به نام پلاسبو، افه پلاسبو. این دارو هیچ اثری در درمان بیماری اون فرد نداره، ولی با توجه به وضعیت روحی اون فرد این اثر میذاره. بهش میگیم که میگه من سرم درد میکنه، یک داروی بهش میدن که هیچ اثری چیزی نداره، اثر پلاسبو داره. بخوام برگردم به مثال، مثالی که شما زدید، فرض می‌کنید مسجد جمکران، این اثر بدی نداره در جامعه، یه سری آدم پا میشن میرن که حالا اگر تفریح دیگه هم وجود داشت میرفتن، حالا در ایران ما تفریح دیگه وجود داره، میرن اونجا نماز میخونن، دعا میکنن، هویتشون رو اونجا نشون میدن، با هم صله رحم میکنن، گروهی پا میشن میرن. حالا بیاین ما اینو از اینا بگیریم، همه جامعه هم که فیلسوف نیستن. باید به قول یه استادی داشته میگفت من سطح کلاسم و تنبلترین کلاس در نظر میگیرم اونجوری درس میدم، اینه که اثر کلاس ما هم. تمام هم که فیلسوف نیستن، مردمی هستن بی سواد، با سواد، میان کلاس معین، همه میرن اونجا. حالا ما بیم این رو از این مردم بگیریم، آیا کار درستی انجام دادیم؟ یا اون شیطانی که شما میفرمایید در قرآن به نام شیطان اومده، در قرآن نیومده که، همیشه نام شیطان برده شده، یعنی وجود داره این شیطان، وگرنه نفس اماره رو میگفت شیطان. حالا این شیطان رو که اون مادر بزرگ میگفت اگه این کارو بکنی شیطان مواظب باش، من که میخواستم برم همیشه دانشگاه، چون از شهر خودم پاشتم زدم رفته بودم یه جای دیگه، میگفت مواظب باش اونجا شیطان گولت نزنه. خب بد نیست، حالا منم مواظب بودم شیطان گولم نزنه. حالا برو زد شما رو نزنه. بعد هم براتون میگم اون دیگه خصوصیه. خب همه اینا رو بگیریم، بله، آیا کار درستی داریم انجام میدیم؟ آیا سوال، آره توجه دارم، سوال خیلی خوبیه. یعنی اینکه آیا باید بگیریم یا نباید بگیریم، آیا خوبه، آیا ما خرافه های مفید داریم، خرافه های مضر داریم. من دیروزم اشاره کردم که ما دست کم میتونیم یه چنین طبقه بندی بکنیم، طبقه بندی خیلی قرصی نیست اما حالا بی ضرره، که خرافه هایی هست مفید، خرافه هست مضر. الان مثال هایی که شما میزنید، حالا پلاسبو یه حساب دیگری در اون جزو خرافه نیست، اونا اون یه تکنیکی است که شما به کار میبرید، ولی در جمکران مثلا ببینید، ما یه وقته یه کاری رو به نام دین داریم میکنیم، یه وقته یه کاری رو تشخیص دادیم که خوبه، میخوایم انجام بدیم، به گردن پیغمبر و خدا هم نمیذاریم. این دومی خب حسابش جداست، در جای خودش باید رسیدگی بشه، اما وقتی که شما به پای دین می نویسید، اینجا حساسیت زیادی داره. یعنی واقعا ما نمیتونیم راضی بشیم به این که کسی بیاد و بگه که این چیزیست که مورد رضایت پیامبر است، این چیزیست که مورد رضایت خداست، مورد رضایت امامان است، و ما داریم پیروی از دستورات اونها میکنیم. این نمازی که گفته شده است با این آداب ویژه در اونجا بخوانید، این از طریق شرع رسیده است.
اگر اینا اساس معتبری نداشته باشه حقیقتاً بدترین کاری است که آدم داره میکنه. این مثل این امامزاده های دروغی نیست که ساخته شده. ممکنه با این منطقی که شما دارید بگید اونم اشکالی نداره، برای اینکه خب امامزاده مردم همین دیگه میرن اونجا گفتگو میکنن، اونجا ممکنه دو نفر که با هم قهرن اونجا آشتی بکنن، نمیدونم پای اون ذریح عقد بکنن، نمیدونم چه کار بکنن. اصلا گاهی شاید در ایرانی وقتی من فکر میکردم آبادانی ایران شد از طریق امامزاده ها بگذره، چون معمولا این جایی که امامزاده است دورش بازارچه درست میشه و شهرکی درست میشه و رفت آمدی و تجارتی و خرید و فروشی و اینا و بالاخره یه چیزی را میفته، ولو اینکه اونجا خالی باشه. ولی خب شما نگاه کنید که خود سازمان اوقاف این دو سه سال پیش یه بیانیه داد، گفت امامزاده بس، گفت دیگه نیان به ما امامزاده تازه معرفی بکنید، دیگه قبول نمی‌کنید. توجه می‌کنید معلوم شده اینقدر از امامزاده‌های دروغی بوده و معرفی کردن که دیگه رسوا شده. یعنی من می‌خوام بگم که ببینید اگر به پای دین باشه اینا حساسیت داره، یعنی ما به منزله دینداران باید خیلی هم حساس باشیم که یک بنای تازه‌ای که از آن دین نبوده، بدعت است یا دروغ است یا خرافه است، این رو به خدا نسبت بدیم، بگیم رضایت پیامبر خدا در این بوده و من دارم یک عبادت دینی میکنم در اینجا. این واقعا کار درستی نیست. یعنی به هر انگیزه‌ای باشه و همه این فرض کنیم منافع و خدماتی هم که شما میگید داشت، ثانیاً آخه اینطوری هم نیست. یعنی ببینید یه نوع فریب در اینا هست. وقتی که اینها این چنینه منافع قومی رو تأمین میکنه، پولایی از کنار اینا در میاد، از جیب این مردم. میدونید دیگه اونجا تو جمکران دو تا چاه گذاشتن، یکی چاه برای زنان یکی برای مردان، و یه فرمای چاپ کردن اونجا که شما حاجت خودتون رو، حالا آقا هستید یا خانم، هرچی رو این فرما بنویسید، یه پولی هم بعد بدید، نمیدونم چند هزار تومن، که این رو بگیره و توی اون چاه بندازن. و این چاه ها تا حالا چند بار پر و خالی شده، یعنی انقدر این تو ها میندازن. حالا شما حسابشو بکنید این پولایی که از جیب مردم در میاد با این خرافه مثلا پراکنی ها، اینا آخه به چه حسابیه؟ چگونه میتونیم ما رضایت بدیم، فتوا بدیم که این کارا بشه؟ یه ده سودجو، یه ده منفعت پرست، یه ده دین ناشناس، یه ده که دین رو در خدمت منافع خودشون در آوردن، اینا پیروز بشن؟ اینا من گمان نمی کنم ما بتونیم اینها رو تجویز بکنیم به هیچ وجه. بله درسته، یه دیگه میرم خب میشه کارهای دیگه کرد، شما بالاخره نهادهای اجتماعی بسازید. اینا سوء استفاده از اعتقادات دینی مردمه و هر سوء استفاده باید جلوش گرفته بشه، ولو اینکه یه ظاهر مثلا آراسته ای داشته باشه فرض کنید. و علاوه نکته دوم، اینا اصلا رقیب مساجدن. شما الان ببینید در میان شیعیان زیارتگاه ها پرتر از مساجده، اگه غیر از اینه به من بگید. مشهد، قم، جمکران، کربلا، پیامبر اسلام مساجد رو بنا نهاد، در زیارتگاه ها رو. وقتی هم که از دنیا رفت گفتن جز به آخرین وصایایشون بود که لا تتخذوا قبری هازا مسجدا، قبر من رو زیارتگاه نکنید، مسجد نکنید. خب حالا زیارتگاه ما درست کردیم فرض کنیم، اما اگه این زیارتگاه اینقدر زیاد بشه که رقیب مساجد بشه، مساجد رو خالی کنه اونا پر بشن، مردم به جای اینکه به از خدا توسل بجویند و تشفع بجویند برن جای دیگه اونجاها پر بشه، دائما برن و اونجا اون یکی بگه امام رضا من بچه میخوام، یکی بگه امام رضا مریضم منو شفا ببخش، اون یکی بگه نمیدونم من ضرر کردم زیان منو جبران کن، اون یکی چی اون یکی چی. آخه این چه جور دیانتی است؟ این دیانتی است که ما درست کردیم. ممکنه که یه کسی بگه اینجا یه فوایدی هم داره، آره دور زیارتگاه امام رضا بازار بزرگی هم درست شده و رفت آمد زیادی و شرکت‌های هواپیمایی و مسافربری هم سود زیادی میبرند و عرض می‌شود که شهر مسجد هم گسترش بی سابقه‌ای پیدا کرده است و آستان قدس هم درآمد خیلی کلانی دارد و خیلی از این چیزها رو میشه گفت. اما اگر به نام دین در این جاها خطاهایی صورت بگیره، خرافه هایی پخش بشود و ماندگار بشود، شما نمیدونید چه قصه های دروغینی درست شده راجع به همین که فلان کس شفا گرفت، فلان کس نمیدونم بچه گرفت، فلان کس چقدر چقدر چقدر.
و این من خودم میشنیدم، همین آقای قرائتی نقل میکرد در تلویزیون ایران که آقازاده ای بود که خب هرچی پدر میگفت ازدواج کن و رضایت نمیداد، من دختر چنین میخوام چنان میخوام از این حرفا. و تا یه روزی پدر رفته بود مشهد و روزی بودش که ذریح رو جارو میکردن و پاک میکردن و پولها رو میابردن بیرون که بشمارن. این پدر هم که از نزدیکان بود و از محارم بود دعوتش کرده بودند و در این مراسم شرکت کرده بود. آقا پسرش رو هم با خودش برده بود. یه مرتبه لای پولا آقا پسر چشمش میفته که یه تیکه کاغذی یه برگه ای در اونجاست. برگه رو برمیداره میبینه یه دختر خانم نوشته که آقا یه شوهر خوب به من برسون، نشونی خونه منم اینه. حالا به امام رضا تو ذریح نشونی خونش هم نوشته. این آقا پسر به پدرش میگه که من اینو پیدا کردم و لابد یه مصلحتی بیا بریم این خونه. همطوری سرزده نشناخته وقت نگرفته میرن و در خونه رو میزنن و یه آقای کارگری کاسب به حال ضعیفی بوده صاحب خانه و در باز میکنه اینا رو میبره منزل و هاج و واج که اینا کیان برای چی اومدن. بعد این آقا یعنی پدر اون جوان به صاحب خانه میگه شما دختری در منزل داری یا ندارید؟ میگه بله دختری هست. و میگه خب بگید ایشون هم بیان ببینیمش. میان و تا چشم این جوان به این دختر میفته میگه خودشه، بنده همین رو میخواستم. عروسی سر میگیره و خلاصه امام رضا این وصلت رو برقرار کرده بود. و چه چیزها از این قبیل که حد و حصر نداره. اینا خوراک خرافی دادن به مردمه، اینا آدرس غلط دادنه، اینا دین تراشیدنه، اینا به مردم گفتن است که دیانت اینه، اینا به مردم گفتن است که شما دست از خدا رجوع به او بردارید، در این مسیر فکر بکنید، اینجوری برنامه ریزی برای زندگیتون بکنید. نه که مساجد خدا رو ما توش نمیبینیم. مواجهه با امر متعالی که البته بی صورته برای ما مشکله، اما یه چیزی که ذریح داره، بارگاه داره، چه داره، اینا خب برای ما خیلی بس که ملموستر و محسوستره. میریم و همونجا قبله خودمون رو پیدا میکنیم. دقیقا اتفاقا اینها رو باید شناسوند. من رو معتقدم خرافات همیشه یه پای ادیانن، یعنی پاک 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 نمیشن. این یکی رو شما به زدایی یکی دیگه تولید میشه. اما یه جامعه خوب دینی باید حساس به خرافات باشه که دست کم یه چیز تازه براش درست نکنن، مثل جمکران. فردا یه چیز دیگه ممکنه از یه گوشه دیگه ای بزاید. خب اینا رو کی باید بشناسونه؟ اینا رو کی باید به مردم معرفی بکنه؟ هزینه هم داره. نه این فکر نمی کنم بتوان رضایت داد. گفتن که دو نفر اینا با هم تصمیم گرفتن یه امامزاده بسازن، یه گوسفندی رو کشتن و بردن یه جایی خاک کردن و یه بارگاهی هم روش ساختن و گفتن که این امامزاده. مردم هم اومدن و پول ریختن توش و پول زیادی جمع شد و اینا هم پولا رو در آوردن و سر تقسیم پول دعواشون شد. بعد یکی از اینا با دیگری گفت بیا بریم دم امامزاده، من رو به همین قبله چیز کنم، به خدا رو شکایت تو رو بکنم. گفت فلات میگه یاد رفت اینو خودمون درست کردیم، حالا تو منو میخوای بگی این امامزاده کمرت بزنه؟ کدوم امامزاده دیگه؟ این است دیگه مایه تأسف اینجور چیزها. از اون طرف خب بزرگانی ما داریم. من مثلا سر قبر مولانا خب زیاد رفتم، مولوی مرد محترم، هیچ کسی برای حاجت خواستن اونجا نمیاد. اگر رفته باشید میبینید یک فضای بسیار آرامی داره، نه زیارتنامه داره، یه نی ملایمی همیشه نواخته میشه. افراد میان با کمال و حضور و احترام اونجا میایستن، حالا در دل خودشون با خدا هرچی که میگن، بعد هم از این در وارد میشن و از اون در هم میرن بیرون. توی زیارتگاه های ما شما بینید چه سر و صدایی است، چه جوری. این آقای سنت آگوستین فیلسوف و متکلم خیلی بزرگ مسیحیت در نوشته هاش داره میگه من یه وقتی که دعا میکردم به درگاه خداوند خیلی زجه میزدم، زاری میکردم، با صدای بلند گریه میکردم، دعا میکردم. یه جوری به من الهام شد که خدا به من گفت ببین فلانی، من برای شنیدن صدای تو احتیاجی به این داد و فریاد ندارم، اما تو برای شنیدن صدای من احتیاجی به سکوت داری، سکوت کن. خدا صدای خودش رو در سکوت به گوش ما میرسونه. این زیارتگاه های ما به جای اینکه سکوت توش حاکم باشه که یک مدیتیشنی، یک تأمل و مراقبه ای رو
برانگیزد چنان قوغایی است که همون دو رکعت نمازم اونجا آدم نمیدونه چجوری بخونه. دیگه اینطوری شده دیگه، منم بعید میدونم که اینا به راحتی قابل حل باشه، و چون گفتم خادم منافعی است اینها. اما به هر حال باید توضیح داد. چون چرا؟ چون یک کسانی مثل بنده ما مواجهیم با این سوالات و حق مطلب رو باید ادا کنیم، بگذاریم دیگران بر ما پیشی نگیرند در انتقاد به این امور، در بازنمودن این خرافات. یه بار در قم من سخنرانی میکردم، به افراد اونجا گفتم، طلابی که بودم، گفتم شما ملاحظه کنید ملا صدرا در کتاب خودش اسفار مطلبی رو نوشته درباره زنان، درباره خانم ها، مطلب موهه نیست. مرحوم ملا هادی سبزواری هم که حاشیه نوشته بر اسفار، اسفار مهمترین کتاب ملا صدراست، امروزم کتاب درسی است در قم، میگه اون اوج و قله فلسفه آموزی است. مرحوم ملا هادی سبزواری، حکیم سبزواری که قبرش هم در سبزوار است و مرد بسیار حکیم عارف محترم، ایشون هم حاشیه بر اون موضع نوشته و دو تا امروش گذاشته، گفت زان قوی تر گفت که اول گفته بود راجع به خانم ها. سخنانی است که من نمیخوام ذکر کنم، جالب نیست واقعا. به قومی ها گفتم قبل از اینکه دیگران اینا رو نقد کنن شما خودتون بکنید، بگید ما قبول نداریم این حرفا رو، ولو یه فیلسوفی زده. اما وقتی که شما نگفتید، اون وقت دیگران که بگن به شما خیلی گران خواهد آمد. گاهی هم موضع دفاعی میگیرید، دفاع بیهوده، قابل دفاع نیست اون سخنان، چون حس میکنید مال شما بوده و تا خودتون این کار رو نکنید نمیتونید جواب دیگران رو بدید. بیاید بگید بله ملا صدرا فیلسوف محترم، اما در اینجا اشتباه بزرگی کرده، حرف نادرستی زده، و تمام کنید ماجرا رو دیگه. سلاح رو از خصمتون بگیرید. این گرفتن سلاح از خصم یک فریضه است، و الا سلاحی خواهد شد علیه خود ما، چنان که شده است و امثال اینها بسیار است. گفت اندکی بیش تو گفتم غم دل، ترسیدم که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است. ظاهرا به پایان وقت رسیدیم. بله.